با سلام و درود خدمت شما همکاران گرامی و همراهانی که ما را به صورت لایو از یوتیوب همراهی میکنن، در خدمتون هستم با فراخوان کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان. امروز در تاریخ 10 فروردین 1402 مصادف با 30 مارس 2023 در ساعت 18 به وقت اروپای مرکزی آغاز میکنم. در ابتدا من دست اندرکاران و فراخوان رو خدمتشون معرفی میکنم. سرکار خانم مرجان شعبان نژاد با تحلیل و گزارش موارد نقض حقوق و هنر و هنرمند در اسفند ماه 1401، سرکار خانم روژین سراجی با بررسی و تحلیل هدف اول از سند 23 یونسکو، ریشه کلی فقر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سرکار خانم مهین ایدب با موضوع تحلیل عملکرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بخش دوم، بحث آزادم با موضوع حق برابری، تبعیض در هنر ادامه خواهیم داد. منشی جلسه سرکار خانم مرضیه مهدیه، مسئولین ضبط و تدوین صدا سعید پورمن و پویا حسابی، ادمین ها مرجان شعبان نژاد و روزا جهانبین، من همون احمدی پور مسئول جلسه در خدمتتون هستم. خانم شعبان نژاد، اگر که آماده هستین ما در اختیارتون قرار میگیریم. با سلام و عرض ادب خدمت همه دوستان گرامی، در خدمتتون هستم با گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق هنر و هنرمندان در اسفند ماه 1401. خلاصه از اخبار آنچه در اسفند ماه گذشت و خدمتتون اعلام بکنم. در بخش رسانه و مطبوعات روزنامه سازندگی توقیف شد. به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی هفتمین جلسه از 19 دوره هیئت نظارت بر مطبوعات یکم اسفند ماه 1401 با حضور اعضا برگزار شد. در این جلسه ضمن بررسی درخواست‌های متقاضیان، صدور مجوز رسانه، گزارش تخلفات روزنامه سازندگی از حدود مطبوعات موضوع تبصره 2 ماده 5 و بند 11 ماده 6 قانون مطبوعات مطرح شد. روابط عمومی معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی در راستای اعلام نتیجه این جلسه اعلام کرد با توجه به بررسی‌های کارشناسی صورت گرفته و با عنایت به اسرار بر تخلف در درج محتوای تخلف واقع و تشویش اذهان عمومی، طی ماه‌های گذشته هیئت نظارت بر مطبوعات رأی به توقیف این روزنامه صادر کرد. نقض ماده 23 و 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق آزادی بیان اندیشه و حق امنیت شغلی. همچنین کتاب فروشی خوارزمی بعد از 40 فعالیت پلمب شد. مدیر فروشگاه انتشارات خوارزمی میگوید هنوز زمان بازگشایی این فروشگاه مشخص نیست. کتاب فروشی خوارزمی جزء قدیمی ترین فروشگاه کتاب تهران هست که همزمان با انتشارات در سال 1348 تأسیس شده است. این کتاب فروشی با مدیریت 40 مجید طالقانی اداره میشد. نقض ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق امنیت شغلی. حذف قیمت از پشت جلد کتاب ها. در پی گرانی بی سابقه کاغذ تحریر در بازار، ناشران در چاپ جدید کتاب هایشان اقدام به حذف قیمت پشت جلد کردند. اما آیا این کار قانونیه؟ به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم، کاغذ تحریر در بازار به مرز 1,500,000 تومان رسیده است. به گفته کارشناسان کاغذ بالغ بر 70% به ویژه در قطع 60/90 که عمده مصرف آن توسط ناشران است افزایش قیمت داشته است. این افزایش قیمت آن هم کمتر از 2 ماه مانده به برگزاری نمایشگاه کتاب این نگرانی را ایجاد کرده که قیمت کتاب افزایش قابل توجهی پیدا کند. از قیمت ها از پشت جلد کتاب ها انتقادات و اعتراضاتی از سوی ناشران در هفته های گذشته نسبت به افزایش قیمت کاغذ در روزهای پایانی سال رسانه‌ای شده. در این راستا برخی از ناشران اقدام به انتشار کتاب های خود بدون قیمت پشت جلد کردند. برخی ناشران در گذشته در برخی موارد این چنین کتاب های خود را منتشر کرده و بعد برچسب قیمت می گذاشتند. اما با گرانی‌های اخیر
بازار کاغذ این امر فراگیرتر شده و ناشران مختلفی نسبت به آن اقدام کردند. برخی از کتاب فروشان در روزهای اخیر این موضوع را مطرح کرده اند که کتاب هایی که به تازگی از سوی مراکز توزیع به دستشان می رسد بدون قیمت پشت جلد چاپ شده و ناشر برچسب قیمت برای کتاب تهیه کرده است. اما آیا این برچسب گذاری های قیمت بدون درج قیمت پشت جلد کتاب قانونی است؟ خبر بعدی تصویر سر تراشیده لیلا خاتمی را تنها خارجی ها حق دارند ببینند. روح الله سهرابی مدیر کل نظارت بر عرضه و نمایش سازمان سینمایی از صدور مجوز نمایش بین المللی فیلم سینمایی قاتل و وحشی خبر داد. او گفته است وحشت و خشونت حاکم بر فیلم علت عدم نمایش این اثر نبوده و تصاویر بازیگر زن لیلا حاتمی با موی تراشیده این امکان را از این اثر سلب کرده بود. به گزارش خبرگزاری خبر آنلاین، روح الله سهرابی مدیر کل نظارت بر عرضه و نمایش سازمان سینمایی از صدور مجوز نمایش بین المللی فیلم سینمایی قاتل و وحشی خبر داد. نقض ماده 2 و 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر، عدم تبعیض و حق آزادی بیان اندیشه. زوایای جدید از برخورد فیزیکی و عضو شورای شهر با خبرنگار تبریزی. بعد از پایان جلسه شورای شهر تبریز که به بررسی بودجه 1402 تبریز می‌پردازد، بین علیرضا نوای باغبان، عضو شورای شهر تبریز و خبرنگار تبریزی درگیری رخ داده و فیلم‌ها و اخبار آن در فضای مجازی منتشر شد. جواد آقاجان نژاد مدیر مسئول و صاحب امتیاز یک هفته نامه و پایگاه خبری در تبریز همان خبرنگاری بود که اخبار کتک خوردنش دست به دست شد. نقض ماده 23 حق امنیت شغلی. وقتی مرضیه برومند حکمش را گرفت. مرضیه برومند معتقد است راه تعالی مملکت ما این است که به لحاظ فرهنگی هم خود را ارتقا دهیم و هم مردم را. در این حال که برای مردم کار میکنیم نباید در حد کارهای عوامانه سقوط کنیم. به گزارش ایسنا این کارگردان سینما که به عنوان مدیر عامل خانه سینما انتخاب شده و به تازگی حکمش را گرفته در جایی خطاب به جوانان گفته است زندگی را باید به زانو درآورد. راه تعالی مملکت ما این است که به لحاظ فرهنگی هم خود را ارتقا دهیم و هم مردم را. در این حال که برای مردم کار میکنیم نباید در حد کارهای عوامانه سقوط کنیم. من یکی از موثرترین دوره های زندگیم در شکل گیری شخصیت فرهنگی و هنری خودم را تحصیل در دانشگاه هنرهای زیبا میدانم. تأکید میکنم هنرهای زیبا و نه هنرهای نمایشی، چون در هنرهای زیبا همه بچه های معماری، نقاشی، مجسمه سازی، موسیقی و تئاتر کنار هم بودند و برخورد و معاشرت بچه ها از این رشته ها خیلی تحول به وجود آورد و تأثیر خوبی بر ما داشت. نقض ماده 18 و 23 حق آزادی بیان اندیشه و حق امنیت شغلی. خبر بعد انتقاد به حذف معافیت مالیاتی ناشران کتاب های آموزشی و کمک درسی. مدیر مسئول انجمن فرهنگی ناشران آموزشی با اشاره به مصوبه مجلس مبنی بر حذف معافیت مالیاتی ناشران کتاب‌های آموزشی و کمک درسی گفت این اقدام موجب ضرر و زیان این ناشران در وضعیت اقتصادی این روزها نشر خواهد شد. به گزارش خبرنگار فرهنگ خبرگزاری تسنیم، مجلس شورای اسلامی مصوبه حذف معافیت مالیاتی مؤسسات کنکور کمک آموزشی و انتشارات کتاب‌های کمک آموزشی و کمک درسی را تصویب کرد. امین آصفی مدیر مسئول انجمن فرهنگی ناشران آموزشی در گفتگو با خبرنگار تسنیم با انتقاد به این مصوبه گفت متاسفانه بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی معافیت مالیاتی ناشران کتاب‌های کمک آموزشی و درسی نیز حذف شد. در بخش لغو کنسرت، جنجال جدید ممنوعیت برگزاری کنسرت در مشهد و خراسان رضوی.
علیرضا رشیدیان استاندار خراسان رضوی در همان زمان گفته بود که شورای فرهنگ عمومی برگزاری کنسرت و جنگ شادی را در 10 کیلومتری حرم ممنوع کرده بود، اما برخی دستگاه‌ها و افراد واکنش بسیار تندی به اصل برگزاری کنسرت در شهر مشهد داشته و می‌خواستند حوزه‌های علمیه و علما را به این موضوع وارد کنند. برگزاری کنسرت در مشهد و حتی سایر شهرهای استان خراسان رضوی همیشه مسئله‌ای پر حرف و حدیث بوده است. اما در این سالها هرگاه خواننده‌ای خسته رفتن روی سن را داشته است، این اجراها به حاشیه کشیده شده و اغلب هم به لغو کنسرت در شب‌های بعد انجامیده است. خبر بعد، منیژه حکمت ممنول کار شد. منیژه حکمت کارگردان سینما از ممنول کاری خود خبر داد. او در توییتی نوشت ممنول خروج، ممنول معامله، ممنول کار و با همه ممنوعیت‌ها بیمار با 3 عمل جراحی و غیره. برادران لطف کنید اجاره خونه و هزینه های درمان و هزینه های جاری را پرداخت کنید. من به آخر خط رسیدم. نقض ماده 23 حق امنیت شغلی. خواننده مشهور ممنوعال کار شد. سهراب پاکزاد خواننده جوانی که طی چند سال اخیر با صدای عجیب و شمایلی عجیبتر توانسته برای خودش طرفدارانی جمع کند، وی در یک استوری خبر از ممنوعال کنسرتی خود داد. نقض ماده 23 حق امنیت شغلی. ممنوعیت پرواز داخلی برای مهراب قاسمخانی. به گزارش حکایت گیلان، مهراب قاسمخانی نویسنده مشهور سریال‌های تلویزیونی در یک استوری نوشت که از سفر هوایی در داخل کشور منع شده است. وی همچنین نوشت که حساب بانکیش مسدود شده است. نقض ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر حق امنیت اجتماعی. در بخش آثار باستانی و گردشگری، مرمتخانه شیخ کبیر نیازمند 1,500,000,000 تومان اعتبار است. مازندران رئیس اداره میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری شهرستان بابل با بیان اینکه اتهام زدن به میراث در بیتوجهی به آثار تاریخی کار شایسته ای نیست گفت: در گذشته میشد با 600 میلیون تومان بنای شیخ کبیر را مرمت کرد، اما با وضع موجود نیازمند اعتباری بالغ بر 1,500,000,000 تومان هستیم. خبر بعد، نه پول داریم این خانه ها را مرمت کنیم نه تکلیفشان را مشخص میکنیم. وزیر میراث فرهنگی درباره بافت تاریخی شیراز نوشت: گرفتاری مردم این منطقه دستمایه تسویه حساب های سیاسی بین جناح های مختلف شده است و دولت 13 مصمم است مشکل را حل کند. عزت الله زرقامی وزیر میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری در صفحه مجازی ویدیویی از اولین سفرش به شیراز و بازدیدش از بافت تاریخی منتشر کرد و با انعکاس تصاویری از مردمی که در بافت زندگی می‌کنند نوشت: این روزها موضوع بافت تاریخی شیراز مورد بحث کارشناسان و دلسوزان است. حفاظت از یک آرامگاه تاریخی با کرکره برقی. آرامگاه 4 انبیا یکی از آثار ملی استان قزوین است که معماری صفوی آن را ارزشمندتر کرده است. این آرامگاه در کنار مجموعه دولتخانه صفوی و مسجد مدرسه پیغمبریه قرار دارد، اما به تازگی کرکره های برقی روی یکی از ذریه های آن نصب شده که توجیه آن حفاظت از این بنا و ذریه بیان شده است. خبر بعد، آتشکده ساسانی پارکینگ خودرو شد. به گزارش شبکه شرق، سیاوش آریا پژوهشگر و فعال میراث فرهنگی با انتشار عکس‌های جدیدی از وضعیت نابسامان این آتشکده ساسانی که در بی‌توجهی تمام رها شده است، نسبت به شیوه نگهداری و تعرض‌هایی که از سوی کشاورزان به عرصه و حریم آن شده است هشدار داد. این دوستدار میراث فرهنگی در سال 1396 نیز درباره ساخت گلخانه در عرصه و حریم این اثر ساسانی هشدار داده بود، اما اکنون میگوید نه تنها به آن هشدارها توجهی نشده
که تعداد بیشترین گلخانه در حریم درجه یک این یادگار ساسانی ساخته شده است. اصفهان در دام بحران فرو نشست. زنگ خطر مرگ تدریجی آثار باستانی در نصف جهان به صدا درآمد. خشکی بیش از دو دهه زاینده رو در اصفهان موجب تشدید بحران‌های زیست محیطی و خطر فرو نشست برای آثار باستانی در اصفهان شده است. به گزارش خبرنگار فرهنگی ایسکانیوز، اصفهان از دیرباز یکی از محبوب ترین شهرهای توریستی برای گردشگران داخلی و خارجی بوده است. اصفهان شهری از پر جنب و جوش که در امتداد رودخانه زاینده رود قرار دارد. این شهر که به دلیل وجود بیش از 22 هزار اثر تاریخی با قدمت صدها و هزاران سال در کنار مناطق بکر طبیعی نصف جهان لقب گرفته، اکنون با یک مشکل بزرگ روبرو شده و آن اینکه خشکی بیش از دو دهه زاینده رود و فشار بر سفره‌های زیرزمینی و احداث بی‌رویه صنایع آب بر ملی توسط دولت‌های مختلف بحران‌های زیست محیطی در این منطقه را تشدید کرده. نقض این اخبار هم در تضاد هست با کنوانسیون حفاظت از میراث جهانی فرهنگی و طبیعی و تضاد با ماده 558، 559 و 560 قانون مجازات اسلامی که براتون میخونم. ماده 558 هر کس به تمام یا قسمتی از اماکن محوطه‌ها و مجموعه های فرهنگی، تاریخی یا مذهبی که در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده یا تزئینات، اشیا و لوازم و خطوط و نقوش منسوب یا موجود در اماکن مذکور که مستقلن نیز واجد حیثیت فرهنگی، تاریخی یا مذهبی باشد، خرابی وارد آورد، علاوه بر جبران خسارت علاوه بر جبران خسارت وارد به حبس، از 1 الی 10 سال محکوم می شود. ماده 559 هر کس اشیا و لوازم و همچنین مصالح و قطعات آثار فرهنگی تاریخی را از موزه ها و نمایشگاه ها، اماکن تاریخی و مذهبی و سایر اماکن که تحت حفاظت با نظارت دولت از سرقت کند یا با علم به مسروق بودن اشیا مذکور را بخرد یا پنهان دارد، در صورتی که مشمول مجازات حد سرقت نگردد، علاوه بر استرداد آن به حبس از 1 تا 5 سال محکوم میشه. و در آخر ماده 560 هر کس بدون اجازه از سازمان میراث فرهنگی کشور یا با تخلف از ضوابط مصوب و اعلام شده از سازمان مذکور در حریم آثار فرهنگی تاریخی مذکور در این ماده مبادرت به عملیاتی نماید که سبب تزلزل بنیان آنها شود یا در نتیجه آن عملیات به آثار و بناهای مذکور خرابی یا وارده یا لطمه وارد آید، علاوه بر رفع آثار تخلف و پرداخت خسارت وارده، به حبس از 1 تا 3 سال محکوم میشه. خیلی ممنون که به صحبت‌های من گوش کردید. این بود خبرهایی از ماه اسفند 1401. اگر که صحبتی هست خوشحال میشم که مشارکت کنید. من مایک رها میکنم. ممنون از شما خانم شبانه راد عزیز، بسیار کامل. و دوستان سوالی، صحبتی اگر که هست در خدمتتون هستیم. اگر که هم صحبتی نیست بریم به بخش دوم برسیم. بسیار عالی. خب بخش دوم سکا خانم روژین سراجی با بررسی و تحلیل هدف اول از سند BCA یونسکو، ریشه کلی فقر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. خانم سراجی عزیز اگر آماده هستیم ما در اختیارتون. درود به همگی. اول در مورد تاریخچه سند BCA یونسکو هم صحبت بکنم. سند BCA یونسکو مجموعه از اهداف هستش که به آینده مربوط میشه. رؤسای دولت‌ها و نمایندگان بلندپایه نهادهای تخصصی سازمان ملل متحد و جامعه مدنی در تاریخ سپتامبر 2015 گرد همیان و مجمع عمومی سازمان ملل متحد دستور کار توسعه پایه BCA رو تصویب میکنن.
این دستور کار که جایگزین اهداف توسعه هزاره شد شامل 17 هدف اصلی و 169 هدف ویژه هستش که نقش راه جامعه بین‌المللی رو در زمینه توسعه پایا برای 15 سال آینده ترسیم کنه. به گفته بانکیمون دبیر کل سازمان ملل متحد که میگه این دستور کار وعده هایی که توسط رهبران کشورها به مردم سراسر جهان داده شده. این سند دستور کاری برای مردم پایان بخشیدن به فقر در همه اشکال آن و برای کره زمین که خونه مشترک ما هستش بود. اهداف این دستور کار باید از اول ژانویه 2016 در کشورها عملیاتی میشد و راهنمای تصمیمات ما برای 15 سال آینده تا سال 2030 قرار میگیره. همه ما باید برای اجرای این دستور کار با توجه به ظرفیت ها و واقعیت های ملی و سطوح توسعه در کشورهای خود و احترام به سیاست ها و اولویت های ملی منطقه‌ای و جهانی کار بکنیم. این اهداف توسط سازمان ملل تعریف شده و به عنوان هدف اهداف جهانی برای توسعه پایا تعریف شده. این دستور کار برای اصول کرامت و حقوق بشر، عدالت اجتماعی، صلح و شمول اجتماعی و حفاظت و تنوع قومی، فرهنگی و زبانی و نیز بر مسئولیت مشترک و پاسخگویی استوار هستش. بیانیه و برنامه عملی که بر مبنای هدف 4 اهداف توسعه پایا با رهبری یونسکو و همکاری ارگان‌های دیگر سازمان ملل شکل گرفتش به نام آموزش BC و در ایران با نام سند BC یونسکو معروف شد و با جزئیات بیشتری برنامه‌های عملی برای اجرای کردن هدف 4 و در هماهنگی با اهداف شماره‌های 5 6 9 11 13 14 15 و 16 تهیه شده. در آذر ماه سال 95 سند ملی آموزش BC برای اعمال هدف‌های آموزشی این برنامه جهانی با حضور وزرای آموزش و پرورش و علوم ایران طی یک مراسم رونمایی شد. گفته شدش که توی این سند توسط کمیسیون علمی فرهنگی و تربیتی سازمان ملل یعنی هم یونسکو در ایران در چارچوب عمل جهانی آموزش BC به عنوان سند ملی آموزش ملی BC ایران تهیه و تدوین شده. این موضوع واکنش زیادی در میون مقامات و ارگان‌های جمهوری اسلامی برانگیخته کردش. رهبر ایران اول نفری بودش که به این موضوع اعلام موضع کرد و وی در دیدار با معلمان میگه که اینجا مبنای اسلامه، مبنای قرآنه، اینجا جایی نیستش که سبک زندگی معیوب و ویرانگر فاسد غربی بتونه در اینجا اینجور اعمال نفوذ کنه. رهبر ایران این گونه سندها رو مخالف تاریخ و فرهنگ برخی کشورها از جمله ایران دونستش و همچنین در مورد الزام آور بودن یا نبودن آن گفتش که یکی از کارهای استادان از سند BC باید تبیین شد. این جزئی از یک سند بالادستی سازمان ملل هست. سند توسعه پایا دست‌های پشت سازمان ملل داره. برای همه ملل دنیا منظومه فکری تنظیم می‌کنه. این غلط و معیوبه. اینها چه حقی دارن که درباره سند کشورها اظهار نظر بکنن و همش هم باید هستش. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران بهرام قاسمی توی تاریخ 27 اردیبهشت سال 96 اظهار میکنه که موضع اصولی و تغییر ناپذیر ایران اجرا نکردن قسمت های از سند BC هستش که با قوانین و باورهای دینی و اولویت های ملی و ارزش های اخلاقی جامعه ایران در تناقض هستش. در تاریخ 20 تیر ماه سال 96 طبق سند ابلاغ شده از سوی اسحاق جهانگیری معاون رئیس جمهور تمامی تصمیم های هیئت دولت درباره پیگیری سند 20 لغو شد و چند ساعت بعد در قالب خبرگزاری ها خصوصا در اخبارهای فضای مجازی با درج عکس سند مذکور انعکاس وسیع پیدا میکنه. مصطفی آقا میرسلیم از نامزدهای حاضر در انتخابات ریاست جمهوری در تاریخ 13 اردیبهشت در اهواز گفته بودش که سند BC یونسکو که رئیس جمهور ایران یعنی حسن روحانی در اون زمان پنهانی در نیویورک و بدون اجازه مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی امضا میکنه و مسائل غیر فرهنگی هم در بر میگیره. رهبر ایران با انتقاد از اجرای بی سر و صدا سند چارچوب اقوام اقدام آموزش BC یونسکو گفته بود این سند BC یونسکو چیزی نیست که جمهوری اسلامی تسلیم اون بشه. اصل کارها غلطه. این که برم این سندی امضا بکنیم و بعد بی‌سرصدا اون رو اجرا بکنیم مطلقا مجازی است. این در حالیه که مقام های وزارت آموزش و پرورش ایران میگن که اعضای کمیسیون
آموزش مجلس در جریان اجلاس اول دوم آموزش برای توسعه پایدار در سال 2013 در ژاپن و کره جنوبی بوده. پس از ادامه اعتراض رهبر ایران و امامان جمعه ایران به اجرای سند 23 یونسکو در تاریخ 20 خرداد 96 حسن روحانی تصویر مصوبه دولت درباره این سند را در شبکه اینستاگرامی خودش منتشر کرد. وی در این پیام با عنوان دروغ‌های بزرگ درباره سند 20 از جمله نوشت: فریبکاران حتی به رهبری هم گزارش دروغ دادن و مدعی هستن دولت مصرانه به دنبال اجرای این سند هستش. این سند به تاریخ 25 شهریور 95 نشان میده که دفتر خامنه‌ای و دیگر قوا از این مصوبه اطلاع داشتن و رونوشت این مصوبه یک سال پیش به دفتر خامنه‌ای یا مجلس و قوه قضاییه سازمان بررسی کل کشور، دیوان محاسبات و دیگر نهادهای انقلاب اسلامی ارسال شده بوده. امروز ما هم حالا درباره که هدف اول از اهداف 17 گانه این سند بین‌المللی و مفاد آن با آن رو مرور میکنیم تا ببینیم در این سند چه چیزی ذکر شده که دولت جمهوری اسلامی از اجبار به عمل با آن هراس داره و اونو قرض‌زدگی و دخالت دیگر کشورها تو مسائل داخلی کشور ایران میدونن. مطابق با دستور کار هدف نخست از اهداف 17 گانه توسعه پایدار، هدف یک عبارت هست از پایان دادن به فقر در همه اشکال آن و در همه جا هستش. مهمترین اقداماتی که دولت‌ها باید برای این تحقق این هدف انجام می‌دادن به این شکله: اول اینکه ریشه‌کنی فقر مطلق که اکنون با مقیاس درآمد کمتر از $1.25 در روز سنجیده میشه برای همه انسان‌ها در سراسر جهان تا سال 2030 هستش. دوم، حداقل به نصف رساندن تعداد مردان، زنان و کودکان که در فقر زندگی می‌کنند. با تاکید بر همه اشکال فقر بنابر تعریف ملی اونا هستش تا سال 2030. سوم، ایجاد نظام‌های حفاظتی اجتماعی مناسب و انجام اقدامات اجرایی مناسب برای تحقق آنها برای همه، به ویژه اقشار بسیار پایین جامعه و تحت پوشش قرار دادن فقرا و اقشار آسیب پذیر تا سال 2030. چهارم، تضمین تحقق برابری حق دسترسی به منابع اقتصادی و خدمات پایه مالکیت و کنترل مالکیت از جمله در مورد زمین و سایر اشکال دارایی، ارثیه، منابع طبیعی، خدمات مناسب جدید در حوزه فناوری و خدمات مالی از جمله اعطای وام‌های خود اشتغالی کوتاه مدت برای همین مردان و زنان به ویژه فقرا و اقشار آسیب پذیر تا سال 2030. پنجم، بالا بردن مقاومت فقرا و اقشار آسیب پذیر و کاهش آسیب پذیری و قرار گرفتن اونها در معرض حوادث حاد اقلیمی و سایر تکانه‌ها و بلایای زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی تا سال 2030. و این زیرمجموعه به این شکل داره که تضمین بسیج قابل ملاحظه که منابع از خاستگاه‌های مختلف به ویژه از طریق ارتقای همکاری‌های توسعه‌ای با هدف تأمین منابع کافی و قابل پیش‌بینی برای کشورها در حال توسعه به ویژه کشورهای دارای پایین‌ترین سطح توسعه یافتگی برای اجرای برنامه‌ها و سیاست‌گذاری به منظور پایان دادن به همه اشکال فقر. و حالت بعدیش، تدوین چارچوب‌های مطمئن سیاست‌گذاری در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی بر مبنای راهبردهای توسعه جنسیت محور و راهبردهای متناسب با شرایط فقرا به منظور حمایت از سرمایه‌گذاری تسریع شده در اقدامات مرتبط با ریشه‌کنی فقر. ریشه‌کنی فقر در تمام اشکال آن یکی از بزرگترین چالش‌های جامعه بشری به خصوص ایران هستش. بر اساس تعریف اسناد بین‌المللی به خصوص دستورالعمل اهداف توسعه پایدار سند 20، دو نوع فقر وجود داره: فقر مطلق که به محرومیت شدید از نیازهای اولیه مانند غذا، آب آشامیدنی سالم، امکانات بهداشتی، آموزش و اطلاعات اطلاق میشه، و فقر نیستی که به شکل‌های مختلفی چون سطح پایین درآمد، عدم اطمینان از تأمین پایدار معیشت،
گرسنگی، بیماری، بیخانمانی، تبعیض اجتماعی و محرومیت یا عدم امکان مشارکت در تصمیم گیری در زندگی مدنی، اجتماعی و فرهنگی نمود پیدا میکنه. بسیار از انسان‌ها برای برآوردن نیازهای اساسی خود، یعنی غذا، مسکن، امنیت اجتماعی و رفاه و غیره، در رنج و سختی هستند. در اعلامیه‌ها کنوانسیون‌های جهانی حقوق بشر به موارد فوق توجه ویژه‌ای شده. از جمله مواد 22 و 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر که برخورداری از سطح زندگی مناسب و در خور کرامت انسان و همچنین بهره‌مندی از خدمات و حمایت‌های تأمین اجتماعی را لازمه به این هدف قلمداد کرده. مواد 9 و 11 از میثاق بین الملل حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی، ماده 27 کنوانسیون حقوق کودک و ماده 28 کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت نیز از جمله این اسناد بین الملل حقوق بشری هستش که به طور مستقیم یا غیر مستقیم بیانگر لزوم فقر زدایی در تمام اشکال موجود در جهان هستش. دولت جمهوری اسلامی در کارنامه 44 ساله خودش علارغم وجود تکالیف مشخص در اصول 2، 3، 29، 31 و بندهای 1، 2، 20، 21 و همینطور اصول 46 و 47 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نه تنها موفق به ریشه‌کنی فقر نشده، بلکه با کمال تأسف بروز فاجعه‌های مانند کارتون خوابی، گور خوابی، پشت بام خوابی و کانکس خوابی، اتوبوس خوابی، خون فروشی، کار کردن در معادن با دستمزد اندک، تنفروشی، قرنیه، کلیه و کبد و اعضای بدن فروشی، حتی جنین و کودک فروشی رو میتوان نشونه رشد روزافزون فقر و ناکامی دولت در انجام وظایف قانونی خودش دونست. طبق گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، هر سه ایرانی یک نفر در فقر مطلق زندگی میکنه. گزارش پایش فقر که از سوی معاونت رفاه اجتماعی این وزارتخانه تهیه شده، تخمین زده شده که خط فقر در ایران در سال 99 نسبت به سال قبل از آن رشدی 38% داشته. بر این اساس حداقل 26 میلیون نفر در ایران در فقر مطلق زندگی میکنند. این گزارش تاکید میکنه به اینکه به دلیل تحولات در اقتصاد کلان ایران در یک دهه اخیر نمیتونیم انتظار بهبود در وضعیت معیشت خانوارهای ایرانی را داشت. در سالیان اخیر فاصله نرخ تورم و قیمت کالاهای مورد نیاز مردم با دستمزدهای بیش از گذشته با دستمزدها خیلی فاصله زیاد شده. مسئولان سازمان پسماند از کاهش محسوس زباله تر در 6 ماه نخست سال جاری خبر میدن که برخی کارشناسان علت اون رو کاهش قدرت خرید و مصرف مواد غذایی عنوان میکنه. به عبارت دیگه که بهتر بهتون بگم، مردم عادی به دلیل فقر و گرسنگی غذاهای روزانه خودشون رو از سطح زباله ها برمیدارن و تحریم های وضع شده علیه ایران به دلیل برنامه هسته‌ای اون، سوء مدیریت سیاسی و اقتصادی یا شیوع کرونا و فساد گسترده در کشور که ناشی از عملکرد مدیران جمهوری اسلامی هست، منجر به کاهش درآمدهای ارزی ایران، رشد منفی اقتصادی و بیماری وسیع شده. فقر عامل اصلی افزایش کودکان زباله‌گرد بوده که به دلیل فقر خانواده و برای امرار معاش خانواده به زباله‌گردی روی آوردن و در واقع مهمترین عاملی که باعث شده خانواده ها کودکان خود را برای کار به خیابون ها بفرستن فقر اقتصادی هستش. بیکاری، بزهکاری، دور موندن از آموزش و تحصیل، عدم تامین مسکن، نیازهای اساسی خود و خانواده، آسیب‌ها و عوارضی هستش که ناحیه فقر متوجه اجتماع میشه. عدم مدیریت دولت بر نرخ ارز و بی‌ارزش شدن پول ملی کشور موجب گرسنه‌تر شدن، بیمارتر شدن، عصبانی‌تر شدن و در نهایت معتادتر شدن افراد جامعه شده. اما در واقع همونطور که همه ما میدونیم،
اصلی ترین علت ایجاد فقر در کشور بی‌کفایتی نظام سیاسی اجتماعی دولت ایران و در واقع بستن چشمشون بر واقعیت حاضر هستش. یه مثالی هستش که ما تو زبان مادریمون میگیم که آدم خوابو میشه بیدار کرد، ولی کسی که خودشو به خواب زده رو نمیشه بیدار کرد. در واقع این ضرب المثل این مسئله رو داره به ما نشون میده. من این میشه که مسائلی که همه ماها مردم عادی به وضوح تو زندگی روزمره خودمون رو تو خیابونها داریم میبینیم یا تو رسانه های اجتماعی داریم میبینیمش، ولی دولت مندان اونا رو نبینن. روزی نیستش که تجمعات اعتراضی و اقشار مختلف در سراسر کشور و ناشی از فقر و گرسنگی عدم دریافت حقوق و مطالبات را برای رسانه های همین کانون حقوق بشر توی خودمون منتشر نکرده باشیم، یا روزی نیستش که آمار خودکشی ها از فقر رو نداشته باشیم. قطعا که میبینیم و میدونیم، اما برایشون اهمیتی نداره. متاسفانه دولت جمهوری اسلامی ایران با وجود این همه درد و رنجی که برای مردم خودش میبینه و سوی دیگر ثروت ملی از یه جهت دیگه ثروت ملی بالایی هم داره تو خاورمیانه، دنبال گسترش مرزهای دینی خودش در کشورهای سوریه و لبنان و غیره هستش و فروش قطعه قطعه خاک ایران رو به بهای بسیار ناچیزی داره انجام میده و اقدامات بسیار زیادی که همه ما به طور عینی در شبکه‌های اجتماعی میخونیم و هر روزه رسوایی‌های دولت رو داریم میبینیم برای نقض حقوق بشر. در آخر میخوام بگم امیدوارم که این توضیحایی که درباره هدف اول از سند BC یونسکو دادم قابل توجه بوده باشه و ممنون که شنونده بودید. ممنون از شما خانم سراجی عزیز، بسیار موضوع خیلی خوبی انتخاب کردیم و موضوع جالبی بود. خانم جامین عزیز بفرمایید. خیلی ممنونم. من اول تشکر میکنم از خانم سراجی، به خوبی موضوع رو باز کردم و توضیح دادم. فقط در ادامه صحبتاشون من چند تا مورد رو میخواستم اضافه کنم. اینکه قبل از اینکه سند 2003 یونسکو تهیه بشه و در اختیار همه ما قرار بگیره، سندی بود به اسم توسعه هزاره که قبل از این سند 2003 یونسکو هستش و مدت اعتبارش هم باز مثل سند 2003 یونسکو 15 ساله بود. یعنی یک سندی تهیه شد که البته مقداری مختصرتر بود، 8 تا هدف داشت که اهدافش هم تقریبا میشه گفت شبیه همین سند 2003 یونسکو هستن، به مواردی مثل فقر و آموزش و برابری جنسیتی و یا حتی مسئله محیط زیست، بحث مبارزه با بیماری‌های واگیردار توی اون سند هم اشاره شده. کلا در 8 آیتم توی اون سند مطرح شده که زمان اعتبارش از سال 2000 بود تا سال 2015 و بعد از اون سند 2030 اومد که 17 تا هدف داره و از سال به هر حال میتونیم بگیم 2015 یا اوایل 2016 تا سال 2030 هستش. یعنی ما باید منتظر باشیم که سال 2030 هم به هر حال یه جنبندی انجام بشه و یه نتیجه گیری انجام بشه و دوباره یک سند، حالا 15 ساله دیگه مدتش مشخص نیست، یه سند دیگه هم منتشر بشه. سند توسعه هزاره به هر حال چیزی که روش مانوف داد و نتیجه که گرفتن بحث مبارزه با بیماری های واگیردار بود، به خصوص اون زمان به هر حال بحث بیماری مالاریا خب خیلی زیاد بود، بیشتر تونست روی اون مانوف بده. با این که همین مسئله ریشه‌کنی فقر توی اون سند هم اومده بود، اما خیلی به هر حال دستاورد قوی نداشتن. الان هم توی سند 2003 یونسکو خب به هر حال یکی از اهدافی هستش که اهمیت خیلی بالایی داره، هدف اول هم قرار دادن و تلاش هایی هم برای این مسئله ریشه‌کنی فقر انجام میشه. البته امیدی که دارن به این نیست که ریشه کن بشه، میگن اگر حتی به نصف هم برسه این آمار خب خیلی خوبه. مسئله ای که هستش اینه که یه آماری گرفتن توی سال 2020 فقط به خاطر کرونا، زمان کرونا، خب
خب گفته بودن قبل از اینکه کرونا بشه این روند مبارزه و ریشه‌کنی فقر خب خیلی داره خوب پیش میره. حالا من کاری با صحت و سقمش اصلا کار ندارم، اما بعد از کرونا یا در همون زمان کرونا به خاطر اینکه خیلی از مردم متاسفانه بیکار شدن و به هر حال توی منزل موندن، شغلشون رو از دست دادن، و یه علت دیگرش به هر حال رشد افزایش رشد جمعیت بود، زمینه ساز این مسئله شد که از سال 2020 فقط آماری که توی سال 2020 گرفتن این مسئله فقر 7% هم تازه رشد داشته، یعنی رو به ریشه‌کنی که نیستیم رو به صعود هم هستیم. فقط این مورد رو میخواستم به صحبت‌های خانم سراجی عزیز اضافه کنم. مرسی از زمانی که به من دادید. خیلی ممنون از شما که این هم موضوعی بود که بحث رو کامل کرد، ولی چیزی که بسیار برای من توی صحبتاشون جالب بود این رشدی که توی یک سال رشد 38% فقری که توی کشور داشتیم و 26 میلیون از جمعیتی که در حال حاضر فقر مطلق دارن، و متاسفانه نتیجه گیری میشه کرد اینکه امیدی نیست و فقط داره دولت مردم رو به نیستی میبره و کمترین چیزی که برای یک زندگی لازمه وجود نداره و مردم به کارتون خوابی فروش خودشون اتوبوس خوابی کارتون خوابی و همه اینا رو آورده، و موضوعیه که برای کشور مایی که غنی از ثروته و روی نفت و گاز و این جور چیزا کشورمون خوابیده، ولی مردمش توی همچین وضعیتی هستن، واقعا باعث تأسفه، ولی امیدواریم که زمانی برسه که شرایط بهتری وجود داشته باشه حداقل برای مردممون. مرسی از شما دوستان، اگر صحبتی هست در خدمتتون هستیم، اگر که نه که بریم سراغ بخش بعدی. بسیار عالی. بخش بعدی سرکار خانم مهین عزت با موضوع تحلیل عملکرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بخش دوم. خانم ایدای عزیز در خدمتتون هستیم. از ادب و احترام با بخش دوم سخنرانی در خدمت شما عزیزان هستم. اما آنچه این روزها درباره وزارت فرهنگ و ارشاد و وزیران این وزارتخانه مطرح است تازگی ندارد. 13 وزیر در 44 سال گذشته بر مسند این وزارتخانه نشستن که هر یک به نوعی ناکارآمد و درگیر چنین مسائلی بودند، تا جایی که برخی ناچار به استعفا و برخی از سوی رؤسای جمهور وقت برکنار شدند. در اینجا به صورت اجماع و خلاصه گوشه ای از ناکارآمدی ها و سنگ اندازی های این وزارتخانه در خصوص افرادی که نقش موثری برای پیشبرد فرهنگ جامعه داشتن را به اطلاع می رسانم. در حوزه فرهنگ، ادبیات فارسی و زنان در ادبیات فارسی، بسیاری از آفرینندگان شعر و نثر کلاسیک زنان بودند، از جمله رابعه بلخی و طاهره قرة‌العین، اما کار ادبی زن سالها سرکوب شد و حتی از آنها سلب شد. در دوران اخیر زنان نقش برجسته‌ای در ادبیات فارسی داشتند. شاعران معاصر ایران مانند پروین اعتصامی، سیمین بهبهانی، فروغ فرخزاد و مینا دستغیب در گسترش و غنی‌سازی ادبیات زنان در ایران کمک کردند. سیمین بهبهانی شعرهای عاشقانه پرشور و همچنین شعرهای داستانی سرشار از محبت مادرانه سروده است. او فارغ از جنسیت، طبقه و مذهب مدافع حقوق فردی بوده است. افزون بر این بهبهانی در ادبیات خود رقابتی ندارد، بلکه آثار او به زن و مرد قدرت می‌بخشد. بهبهانی رئیس انجمن نویسندگان ایران بود و در سال 1997 نامزد دریافت جایزه نوبل ادبیات شد. از نویسندگان معاصر می‌توان به سیمین دانشور، مهشید امیرشاهی، شهرنوش پارسی‌پور، منیرو روانی‌پور و زویا پیرزاد اشاره کرد. کارهای دانشور ادبیات ایران قبل از انقلاب و بعد از انقلاب را در بر می‌گیرد. اولین مجموعه داستان کوتاه وی با نام آتش خاموش در سال 1948 منتشر شد. این اولین مجموعه داستان کوتاه بود که توسط یک زن در ایران منتشر شد. در سال 1969 او سووشون عزاداران سیاوش را
رمانی که بازتاب دهنده تجربه مدرنیته ایران در قرن 20 است را منتشر کرد. این اولین رمانی بود که توسط یک زن در ایران منتشر شد. دانشور اولین رئیس انجمن نویسندگان ایران بود. شهرنوش پارسی‌پور در دهه 1980 پس از انتشار داستان‌های کوتاه محبوب شد. او 1990 رمان زنان بدون مردان که در زمینه مسائل جنسی و هویت پرداخته شده است را منتشر کرد. بسیاری از ممیزی‌های وزارت فرهنگ و مسئولان بخت به دلیل صریح بودن بیش از حد کار او از وی انتقاد کردم و به این دلیل که وی بسیاری از دیدگاه‌های سنتی مانند ستم جنسی بکارد و جنسیت را به چالش کشید. در نتیجه در نهایت توسط جمهوری اسلامی از نوشتن ممنوع شد. کارهای منیرو روانی‌پور شامل مجموعه ای از داستان‌های کوتاه کنیزو و رمانش اهل قروق است. روانی‌پور به دلیل تمرکز خود بر آیین‌ها، سنت و رسوم زندگی ساحلی شهرت دارد. در قسمت موسیقی تا پیش از انقلاب 1357 ایران زنان و دختران ایران می توانستند بخوانند و بنوازند و کنسرت های خواننده های زن در ایران برگزار می شدند. اما پس از آن محدودیت های بیشتری در برای زنان وضع شد و برای بیش از 40 سال تا کنون خواندن و اجرای زنان در ایران دارای محدودیت بوده است. محدودیت ها حتی فراتر از خود هنرمندان زن رفته و برای همکاران مرد آنها نیز وضع می شود. قمرالملک وزیری اولین استاد زن موسیقی ایرانی بود که سبک جدیدی از موسیقی را معرفی کرد و مورد ستایش سایر اساتید موسیقی ایرانی آن زمان قرار گرفت. چند سال بعد محمود کریمی دانش آموزان زن چون افرع عطرایی، سوسن مطلوبی، فاطمه باعزی، معصومه مهرعلی و سوسن اصلانی را تربیت کرد که بعداً استاد موسیقی سنتی ایرانی شدند. سودابه سالم و سیما بینا به ترتیب موسیقی کودکان ایرانی و موسیقی محلی ایرانی را توسعه دادند. نوآوری‌های ساخته شده توسط زنان ایرانی محدود به موسیقی ایرانی نیست. به عنوان مثال لیلی افشار در حال کار بر روی ترکیبی از موسیقی کلاسیک فارسی و عربی است. هوش یکی از مشهورترین خواننده‌های ایرانی است. میراث وی به دوران پیش از انقلاب 1357 در ایران برمی‌گردد. زنان ایرانی نقش مهمی در به رسمیت شناختن جهانی هنر ایران و به ویژه سینمای ایران داشتند. از زمان ظهور و ظهور موج جدید سینمای ایران تعداد بیشماری از فارغ التحصیلان مدرسه فیلم را تولید کرده است. هر ساله بیش از 20 کارگردان جدید در این زمینه فارغ التحصیل می‌گردند. بسیاری از آنان زنان هستند که اولین فیلم‌های خود را می‌سازند. در دو دهه گذشته درصد کارگردانان سینمای ایران که زن هستند از درصد زنان کارگردان فیلم در اکثر کشورهای غربی فراتر رفته است. موفقیت مدیر پیشگام رخشان بنی اعتماد حاکی از آن است که بسیاری از کارگردانان زن در ایران مدت‌ها قبل از اینکه سمیرا مخملباف کارگردان فیلم را به عنوان سرخط خبرها کار کنند سخت روی فیلم‌ها کار می‌کردند. چهره‌های شناخته شده بین‌المللی در سینمای زنان ایران عبارتند از تهمینه میلانی، رخشان بنی اعتماد، زهرا دولت‌آبادی، نیکی کریمی، سمیرا مخملباف، مهین عزکویی، پری صابری، حنا مخملباف، پوران درخشنده، شیرین نشاط، سپیده فارسی، مریم یاسمین و سارا رستگار که اکثریت این هنرمندان در ماه‌های اخیر نسبت به سرکوب معترضان یا همان انقلاب زنان در ایران واکنش نشان داده و در صفحات شخصی خود دست به اعتراض زدند و از این اعتراضات دفاع کردند. رخشان بنی اعتماد نویسنده و کارگردان ایرانی احتمالاً شناخته شده ترین و مطمئناً پرکارترین فیلمساز زن ایران است. این او با مستندها و فیلم‌های درباره آسیب شناسی اجتماعی خود را به عنوان مقام ارشد سینمای ایران تثبیت کرده است. یکی از شناخته شده ترین کارگردانان زن فیلم در کشور امروز در عرصه جهانی سمیرا مخملباف است که در حالی که تنها 17 سال داشت اولین فیلم خود را به نام سیب کارگردانی کرد. سمیرا مخملباف
برنده جایزه هیئت داوران کن 2000 برای تخت سیاه فیلمی درباره محاکمات دو معلم دوره‌گر در کردستان شد. حذف بازیگران سینمای قبل از ایران انقلاب ایران با همراهی نسبی جریان معترض و روشنفکری اوایل انقلاب انجام شد. به ویژه روزنامه‌نگاران ادبیات سینمایی بعد از انقلاب و نشریاتی چون ماهنامه سینمایی فیلم در این حذف‌های دردناک با مدیران فرهنگی همراه بودند. نوع نگاه تحقیرگرانه به آنچه فیلم فارسی خوانده شد و همچنان نیز در میان گروهی از نویسندگان سینمای ایران جاری است در همراهی با حذف و محرومیت نقش داشت. این موضوع به ویژه با مشاهده محصولات جریان اصلی سینمای ایران که بخش عمده ای از آنها تقلید و بازسازی فیلم‌های قبلی و استفاده از تمهیدات سطحی چون تقلید خوانندگان قدیمی و رقص مردان و شوخی‌های کلامی بیش از پیش پرسش‌های جدید را درباره دلایل واقعی حذف بازیگران قدیمی و آنچه به نام سینمای سطحی پیش از انقلاب خوانده می‌شد طرح می‌کند. فروزان ستاره بی‌بدیل سینمای پیش از انقلاب که نامش تضمین‌گر فروش فیلم‌ها بود با حضور در تعدادی از شاخص‌ترین آثار چون قلندر، بابا شمل، دشنه و دایره مینا به دادگاه انقلاب احضار و با شرط بخشش اموال و نداشتن هیچ گونه فعالیت هنری و اجتماعی اجازه زندگی گرفت. او سال 1394 در 78 سالگی در انزوا درگذشت. نوری کسرایی بازیگر تعدادی از آثار موج نو سینمای ایران از جمله پنجره، تنگسیر و شازده احتجاب دیماه سال 1398 در 68 سالگی در انزوای کامل به طوری که پیکرش دو روز بعد از مرگ در خانه‌اش یافت شد درگذشت. پوری بنایی از بازیگران مهم پیش از انقلاب و نقش‌آفرین آثاری چون قیصر، کوچه مردها، غزل و میراث بعد از انقلاب به دادگاه انقلاب احضار و از فعالیت هنری محروم شد. ایرن بازیگر توانا و بی‌پروای سینمای قبل از انقلاب که در فیلم‌های چون بلوچ، مسرخه، برهنه تا زور با سرعت و شام آخر بازی کرده بود، در چند سال ابتدایی انقلاب بازیگر چند نقش حاشیه‌ای در خط قرمز جایزه و هزار دستان شد. اما همه فصول بازی‌هایش در این آثار هنگام نمایش حذف شد. او سال 1391 در 85 سالگی درگذشت. بهرام بیضایی در سال 1381 با احضار در نیروی انتظامی تهران تحت فشار قرار گرفت که کتماً از مذهب والدین خود تبرع جوید که نپذیرفت و چنین نکرد. امین ماسوری روزنامه نگار، نویسنده، هنرمند و پژوهشگر موسیقی در سال 1398 خورشیدی به اتهام اهانت به خامنه‌ای و خمینی و نیز تبلیغ بر ضد حکومت جمهوری اسلامی به 2 سال زندان محکوم شد. به پیش از این نیز در سال 1397 خورشیدی به دست ماموران امنیتی در خانه دستگیر شده و روانه زندان شده بود. دو برادر و هنرمند مازندرانی به نام‌های مهدی رجبیان آهنگساز و حسین رجبیان فیلمساز به همراه یوسف امادی موسیقی نواز در دادگاهی 15 دقیقه‌ای مانند دادگاه‌های صحرایی و به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به مقدسات هر یک به 6 سال حبس و نیز جریمه مالی 200 میلیون ریالی محکوم شدند. برخی از آنان برای پرداخت جریمه مالی ناگزیر شدند که ابزارهای موسیقایی خود را بفروشند. آنها بیش از 2 ماه در سلول‌های انفرادی در بند 2 الف سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و زیر بازجویی بودند. آنان در اعتراض به وضعیت خود در زندان 31 روز اعتصاب قضا کردند. دو برادر و هنرمند شیرازی به نام‌های محسن منوچهری و بهروز منوچهری با نام‌های هنری آریو و آغورا به دلیل همکاری در ساخت آهنگ ویدیو تهران توکیو ساسیمان کم بازداشت شدند. کیوان کریمی فیلمساز در مهر 1394 به ساختن فیلمی درباره شعارنویسی و طراحی‌های دیواری در ایران و به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به مقدسات به 6 سال زندان و
و 223 ضربه شلاق محکوم شد. محمد رسولوف کارگردان سینما و سازنده مستند جنایت عمدی که به 1 سال حبس محکوم شد. بکتاش آبتین مستندساز، شاعر و یکی از اعضای کانون نویسندگان ایران به همراه 2 نویسنده دیگر این کانون بازداشت و زندانی شد. جعفر پناهی کارگردان در جریان اعتراضات سراسری 1388 به اتهام اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی به 6 سال حبس تعزیری و 20 سال محرومیت از فیلمسازی، 20 سال محرومیت از فیلمنامه نویسی، 20 سال محرومیت از سفر به بیرون از ایران و 20 سال ممنوعیت از هر نوع مصاحبه با رسانه و مطبوعات داخلی و خارجی شد. محمد نوریزاده کارگردان، مستندساز، مجری و روزنامه نویسی که پس از اعتراضات سراسری 1388 به اتهام تبلیغ بر ضد نظام جمهوری اسلامی بارها بازداشت، بازجویی و زندان شد. وی با توجه به بیماری‌های گوناگون از جمله بیماری شدید قلبی از حق مرخصی حتی در دوره همه‌گیری جهانی کرونا ویروس محروم است. یکی از حکم‌های وی 15 سال زندان، 3 سال تبعید و 3 سال ممنوعیت خروج از کشور به دلیل امضای بیانیه 14 فعال سیاسی و درخواست استعفای دادن خامنه‌ای از رهبری است. وی در به اعتراض به وضعیت خود و زندانی شدن فرزندش علی نوریزاد خودکشی ناموفق و اعتصاب قضا و دارو کرده است. مصطفی عزیزی فیلمنامه نویس و تهیه کننده فیلم که به اتهام توهین به علی خامنه ای و سید روح الله خمینی و نیز تبلیغ بر ضد نظام جمهوری اسلامی محاکمه و به 8 سال حبس تعزیری محکوم شد که پیش از آن نیز 40 روز در سلول انفرادی در بند 2 علف زندان سپاه پاسداران زندانی بود. مهرزاد اصفهانپور خواننده موسیقی پاپ در جریان اعتراضات سراسری 1388 بازداشت و زندانی شد. در دی 1391 4 هنرمند به نام‌های افشین مقدم، روزبه بمانی، علیرضا افکاری و مهرداد فتایی بازداشت شدند. همچنین یکی از اعضای شورای شهر تهران فقط به دلیل انتشار آواز ربنای محمد رضا شجریان در صفحه شخصی خود با صدای لیلا تهرانچیان به دادسرای ارشاد اسلامی احضار شد. سمانه نوروز، مرادی زئوس، دانش آموخته تئاتر، مشروط خواه و یکی از زندانیان عقیدتی و سیاسی است. نوشین جعفری، عکاس حوزه سینما و تئاتر به اتهام برگزاری نمایشگاه عکس با هدف پشتیبانی از دختران قربانی اسیدپاشی و نیز توهین به مقدسات زندانی شد. 2 فیلمساز به نام‌های مهناز محمدی و رخساره قائم مقامی به همراه چند تن از فیلمسازان و مستندسازان دیگر به دلیل گذاشتن گل بر سنگ آرامگاه برخی از کشتگان اعتراضات سراسری 1388 بازداشت شدند. پگاه آهنگرانی، بازیگری که در پی دعوت دویچه وله قرار بود از 13 تا 21 تیر 1390 برای پوشش وبلاگی جام جهانی فوتبال زنان 2011 به آلمان برود که ممنوع خروج شد و در 19 تیر 1390 توسط نیروهای حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی دستگیر و بازجویی شد. وی در روز 6 آبان 1392 به دلیل حضور در اعتراضات سراسری 1388 ایران به 18 ماه حبس تعزیری محکوم گردید. فریدون فرخزاد، برادر فروغ فرخزاد، خواننده، بازیگر، مجری و شاعری که به دلیل انتقاد از فقه اسلامی و جمهوری اسلامی به دست برخی از ماموران حکومتی در بیرون از ایران به گونه دردناکی سلاخی شد. و از طرف دیگر هم اینجا باید اشاره کنیم به توماج سهی، از برجسته‌ترین خوانندگان رپ معترض ایران، و سامان یاسین، خواننده رپ و کرد ایرانی یارسانی که به دلیل حمایت از اعتراضات و این انقلاب سراسری 1401 ایران از سوی دادگاه انقلاب اسلامی به اعدام محکوم شدند. 3 بازیگر برجسته ایرانی دوره پهلوی به نام‌های محمدعلی فردین، ناصر ملک مطیعی و بهروز وثوقی توسط حکومت جمهوری اسلامی ممنوع کار و ممنوع تصویر شدند. محمد رضا شجریان، خواننده، موسیقیدان و ابداع کننده ساز، به دلیل تهدید شدن از سوی یکی از آیت‌الله‌ها به مصادره دارایی‌هایش
ناگزیر شده بود که دارایی ها از جمله نوارهای آوازش را تا 3 بار جابجا کند. آلبوم سیاسی دیگر وی یعنی آلبوم قاصدک جماعتی که نظر را حرام میگویند، نظر حرام بکردند و خون خلق حلال، از سوی وزارت ارشاد اسلامی مجوز نگرفت و به صورت زیرزمینی منتشر شد. پس از اعتراضات سراسری سال 1388 جنبش سبز ایران، هیچ یک از آوازهای وی به درخواست خودش دیگر پخش نشد. مجید اخشابی، خواننده آهنگساز و استاد دانشگاه، به دلیل به کار بردن تصویر برخی از بانوان در نشریه زیر و بم محاکمه شد. گلشیفته فراهانی، موسیقیدان، بازیگر و خواننده، به دلیل بازی در فیلم خارجی چند بار توسط وزارت اطلاعات بازجویی شد و تا مدتی ممنوع خروج بود. در راستای جلوگیری از آوازخوانی بانوان در ایران، از اجرای موسیقی خوانندگان زن در ارومیه جلوگیری شد، همچون گذشته و در بهمن 1396 در اصفهان و کرمانشاه از حضور یافتن بانوان نوازنده بر روی سن جلوگیری شد. در راستای انجام محدودیت برای هنرمندان، کار به جایی رسید که رئیس پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی خراسان رضوی اعلام کرد که به دلیل وجود حرم علی ابن موسی رضا در مشهد به هیچ کنسرت اجازه برگزاری نمی‌دهد. ضمناً باید یادآور شد که حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی پیش از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر سینماها، تئاتر، برگزاری‌های کنسرت و هر آنچه در حوزه فرهنگ است نظارت تمامیت ماهانه دارد. مرسی از اینکه وقت در اختیار من قرار دادید. به من گوش دادید. خیلی ممنون از شما خانم دایی عزیز و بحث خوبی که انتخاب کردین. دوستان سوالی، صحبتی اگه هست من در اختیارتون قرار بگیرم. میگم که صحبتی نیست، سوالی نیست، میشیم بحث رو ادامه بدیم. بحث آزادم با موضوع حق برابری، تبعیض در هنر شروع میکنیم، ولی من قبل از اینکه بخوام بحث شروع کنم، اول از همه دوستان نظرتون رو در مورد خود تبعیض بدونم و اینکه به نظرتون خود تبعیض میتونه چی باشه، یا یک تعریفی از تبعیض داشته باشه. اگر نظری در این مورد داریم که ما در اختیارتون قرار بگیره، اگر که نه من توضیح کوچولی بدم و بتونیم بحث رو دارم. در کومند بفرمایید. درود خدمت شما همه همکاران عزیز. مبحث تبعیض تعریفش یه تعریف میتونه دو خطی باشه، تفاوت هر گونه دیدگاهی که نسبت به یه حق مشترک باشه، مثل اینکه الان شما سیاهی من سفیدم، مثل اینکه شما زنی من مردم و الاخر. این میشه تبعیض، این میشه جداسازی، این میشه تمایز قائل شدن با برای دو تا چیز که کاملا مشابهه، که این یکی از اصولی ترین حقوق بشری هست که هر کسی میتونه حق آزادی داشته باشه، حق زندگی آزاد داشته باشه و اسمی از نژاد و رنگ و چیز خاصی نیومده. بنابراین اصولا هر چیزی که باعث تفکیک بشه، که جداسازی حالا بر اساس رنگ، پوست، نژاد، قد، سن، حتی محدوده جغرافیایی، این هم یه نوع تبعیضه. آره این دیدگاه من بود، من در خدمتتون هستم حالا در ادامه. ممنون از لطفتون. ادمین ما در اختیارتون، ولی اسمتون مشخص نیست، بفهمید. به نظر من هم همین تبعیض توی ایران البته گونه‌های زیادی داره. بعضن ما تبعیضای دینی داریم، تبعیضای عقایدی داریم، حتی تبعیضای اخلاقی داریم. ما حتی
چه بسا که تبعیض پوست، رنگ و اینها هست، ولی تبعیضی که توی ایران به نظر من خیلی داره مردم را اذیت میکنه تبعیض عقایده. هر کسی توی زندگی خودش آزاده که هر فکری، هر اندیشه‌ای رو داره داشته باشه، در صورتی که توی ایران عقاید حکومتی متاسفانه باید ارجحیت داشته باشه به اخلاقیات و رفتارها و عقاید خودمون و این خیلی بده. مرسی. بسیار علی ممنون از شما. دقیقا تر صحبت هایی که داشتین درست بود، ولی من تعریفی که از تبعیض بخوام داشته باشم بفرمید خانم سراجی، مایک در اختیارتون و بعد من صحبت هم دارم. ممنون. یه نکته الان میخواستم بهش اشاره بکنم درباره که همین هدف اول یونسکو که من خواهم صحبت کردم درباره فقر. الان خود این فقری که الان در جامعه ما به وجود اومده خودش یه تبعیض با ایجاد کرده، یعنی در واقع یه قشی از خانواده ها الان دیگه فقر هستش و بین افراد یه تبعیضی الان وجود داره. یعنی کسی که وضعیت مالی خوبی داشته باشه از قشر جامعه مرفه قرار گرفته باشه راحت تبعیض قائل میشه نسبت به افرادی که فقری دارن. یعنی ما الان در جامعه خودمون انواع اقسام تبعیضها رو داریم، همینطور که بقیه بهش اشاره کردن ما الان تبعیض اجتماعی فقری هم الان تو جامعه همون داریم به وضوح داریم میبینیم. همین رو خواستم بگم. ممنونم. بسیار دقیقا همینطور که فرمودین، ولی من توضیحی که بخوام یک به قول خودم خیلی خلاصه تر بخوام توضیح در مورد تبعیض داشته باشم. تبعیض در اصطلاح دانش جامعه شناسی موقعیتی است که افراد در برابر نقش‌ها و موقعیت‌های برابر از مزایای اجتماعی نابرابر برخوردار می‌شوند و برخی بر دیگران و بدون برتری داشتن برتری داده می‌شوند. همچنین حالتی که ویژگی‌ها و معیارهای انتصابی مبنای توزیع قدرت یا ثروت قرار میگیرد، تبعیض نامیده میشود. در شرایط تبعیض فرصت تحرک اجتماعی یکسان برای افراد وجود ندارد و افراد در آموزش یا انتخاب شغل شرایط نابرابری دارند. از عواملی که به رشد تبعیض در جامعه کمک میکنند جداگزینی مکانی افراد جامعه است. این توضیح کوتاهی از خود تبعیض بود و موضوعی که امروز داریم تبعیض در هنر و هنرمندان. خود این به بخش‌های مختلفی تقسیم میشه. ابعاد مختلفی از تبعیض در هنر رو داریم، ولی اول میخوام اشاره داشته باشم به تبعیض مالی. تبعیض مالی که از طرف دولت، از طرف اگر که فیلمساز باشن، از طرف تهیه کننده هست و بخش‌های مختلفی داره. و اولی متن رو براتون میخونم، خبری که بوده. امیر دژاکوم نویسنده و کارگردان تئاتر درباره وضعیت مدیریت فرهنگی و چالش‌های این روزهای تئاتر به خبرنگار مهر گفت: مسئله اصلی این است که از اساساً مدیران تئاتری ما نمی‌توانند که با چه پدیده‌ای طرف هستند. از کازان نظری مدیر کل هنرهای نمایشی که دکترای مدیریت رسانه و کارشناسی ارشد تئاتر دارد و استاد تئاتر است گرفته تا مدیران دیگری که شاید این رشته را نشناسند اما به عدالت که آشنایی دارن، به عنوان مثال هزینه تولید یک سریال معمولی 15 قسمتی شبکه نمایش خانگی رو در نظر بگیرید که رقمی بالغ بر 20 تا 40 میلیارد تومان است. این اتفاق در همین کشور و در همین شرایط نابسامانی که به تولیدات پلتفرم ها و به حداقل رسیده است میفته. و افزود در همین شرایط بچه های تئاتر الان 3 سال است که مایحتاج ساده و معمولی روزانه خودشان را به سختی تامین میکنند و وقتی هم که با آنها قرارداد بسته میشود انگار به یک بچه فقیر سرراهی نظری میدهند و به کمک هزینه های اندکی به آنها تعلق میگیرد که شرم‌آور است. چرا انقدر بین هنرمندان تبعیض قائل میشوید؟ نوشجان بچه های سینما و تلویزیون که چنین دستمزدهایی میگیرند. بخش اول در مورد خود حمایت مالی در مورد بچه های سینما و تئاتر. توجه که داشته باشیم که خود تئاتر
یه قسمت خیلی مهمیه، میشه گفت بنیان سینماست. اگر کسی میخواد فیلمنامه نویسی یا بازیگری یا هر چیزی یاد بگیره، اول باید به صورت لایو با اون تجربه هایی که داره اول از تئاتر یاد بگیره، ولی با توجه اندکی که به تئاتر میشه. به خاطر همین هم خیلی وقتا ما میگیم که سینما ایران ضعیفه و این موضوعیه که خب خیلی هم با هزینه هایی که داره صرف میشه بستگی داره. دوستان صحبتتون رو بشنوم، من این بحث خیلی طولانیه، نمیخوام خیلی پرحرفی کنم، دوستان نظرتون رو بشنوم. اگر که صحبتی در این مورد دارید بگین، دوستان با هم تبادل نظر داشته باشیم. خانم جامین عزیز بفرمایید. مرسی از شما. من با اجازتون میخواستم در مورد این بحث تبعیضی که در حوزه تبلیغات هستش صحبت بکنم. خب وقتی که نگاه میکنیم اصولا، حالا اگر بخوام از صدا و سیما شروع بکنم، یه سری ممنوعیت ها هست برای هنرمندانی که در زمینه تبلیغات کار میکنن و به هر حال از بانوان به اون صورت نمیشه استفاده کرد و نمیتونن حضور داشته باشن و به خاطر بحث جنسیت زدگی که هستش یه سری از محصولات کلن نمیشه که تبلیغ بشه، به خاطر اینکه بانوان باید ارائه بدن. فرض کنید اگر که استفاده از شامپو باشه، استفاده از نرم کننده باشه، استفاده از فرض کنید لوازم آرایشی باشه، به هر حال اینا مواردی هستش که یک بانو باید تبلیغ بکنه در صدا و سیما. اما متاسفانه به خاطر اون جوی که حاکم هستش، کسی که توی حوزه تبلیغات کار میکنه یک تبعیضی رو مجبوره که متحمل بشه و دستش بسته میشه. حالا اگر که این اگه یاد باشه، حتی یه تبلیغ بود فکر کنم پارسال یا دو سال پیش بود که یک خانمی تبلیغ بستنی کرد و به خاطر اون اصلا خیلی سر و صدا شد که اصلا چرا این خانم باید تبلیغ بستنی بکنه و خیلی حاشیه های بدی داشت، چه برای خودمون شخص چه برای اون کمپانی که این تبلیغ رو تهیه کرده بود. یه بحث دیگه، حالا اگر صدا سیما رو توی این بخش تبلیغات بذاریم کنار، بحث شبکه‌های اجتماعیه. باز هم اگر بانوان رو ما بگیم که حالا به خاطر فضایی که وجود داره توی صدا و سیما خیلی نمیتونن فعال باشن، توی شبکه‌های اجتماعی مجبور میشن که فعال بشن. به هر حال دوستانی که فرض کنید آرایشگر هستن یا به هر حال به یک شغل هنری فعال هستن، مدل هستن یا خیاط هستن، به هر حال اینها همه به نوعی هنرمند هستن. و وقتی که توی شبکه اجتماعی مثلا اینستاگرام که به هر حال محبوبیت بیشتری داره تبلیغاتی انجام میدن یا یک شوی برگزار میکنن، متاسفانه باز هم یا اون محل کارشون پلمب میشه یا فرض کنید که به هر حال باشون برخورد نقدی میشه یا برخورد کاری میشه، یه سری محدودیت ها براشون اعمال میشه. و نوع دیگرش هم باز هم توی بیلبوردهای تبلیغاتی هستش که ما توی سطح شهر ایران میبینیم. باز هم به خاطر اون فضایی که وجود داره، شما اگر به بیلبوردهای تبلیغاتی هم نگاه بکنید، اکثر کسانی که به عنوان مدل دارن استفاده میشن آقایون هستن، نه خانم ها. حتی اگر از چهره های مشهور هم باشن، باز هم بازیگران یا هنرمندان آقا هستن و تعداد بیشتری هستن که به هر حال به نسبت خانم ها از آقایون استفاده بیشتری میشه، که این فقط یک وجه از اون تبعیضی هستش که علیه هنرمندان داره اتفاق میفته. مرسی، میکروفون در اختیارتون. مرسی، خیلی ممنون از شما. دقیقا موضوع تبعیض هنرمندان خانم در ایران که اصلا بحثی که بسیار در وجه‌های مختلفی میشه در موردش صحبت کرد. آدمی فقط لطف میکنید خودتون رو میکروفون در اختیارتونه، ولی لطفا خودتون رو اولش معرفی کنید. مرسی، بفهم. پروین محمدی هستم. من دوست داشتم در مورد تبعیضی که توی قسمت ورزش بانوان و ورزش آقایان هستش صحبت کنم. حتی توی ورزش آقایان هم ما تبعیض داریم، مثلا نگاه ویژه‌ای به فوتبال شده و نگاه خیلی مختصری به ورزش‌های دیگه مردان شده، چه بسا که اصلا نگاه خوبی به ورزش های بانوان نشده، مثل حالا کشتی، کاراته یا هر چیز دیگه. خیلی نگاه سطحی به نظر من شده نسبت به ورزش هایی که برای مردها حالا در نظر گرفته شده.
و این خیلی خیلی جاها باعث شده که حق بانوان گرفته بشه. به نظر من این درست نیست که توی حالا درست نیست توی یک کشوری فوتبال به این اندازه بزرگ جلوه داده بشه، اما ورزش هایی که واقعا در اون ورزش ها واقعا زحمت کشیده میشه و حالا چه بانوان چه حتی بعضی از ورزش هایی که آقایون هم انجام میدن زحمت های فراوانی کشیده میشه، اما هیچ ارزش معنوی حتی حالا مادی که هیچی ارزش معنوی هم برای اون قائل نمیشه و این اصلا خوب نیست به نظر من. در مورد ورزش خیلی تبعیض قرار داده شده. مرسی. خیلی ممنون از شما. دقیقا درسته، ولی فکر میکنم این توجهی که بهش نمیشه، این نظر شخصی من فکر میکنم، چون که ورزش به هر حال اون استایل و اون پوشش مناسب خودش رو نیاز داره و خب به قول خودمون خانمی که بخواد بیاد فوتبال بازی کنه یا حالا هر ورزشی دیگه نمیتونه با چادر و مقنعه و روسری بیاد توی زمین بازی یا هر حالا هرش، من فکر میکنم اگر این فاصله‌ای که هست و این اون فاصله که بین حالا مردم هست با این ورزشکار رو با فعالیتی که دارن میکنن یا حالا مقام هایی که میان یا حالا هرچی مثلا یه میشن این فلان خانوم فلان ورزشکار فلان مقام رو گرفت و این برای ما اصلا نمیشناختم یا ندیدم، این به خاطر به نظر من اینه که نشون داده نمیشه، بولد نمیشه، به خاطر هر موضوعی هست جدا از خانوم بودنشون به نظر من برای پوشششون هم میتونه باشه. و در مورد بحث خانم جوانبین عزیز، موضوع تبلیغاتی که داشتیم و اینکه خیلی با تبعیض برای خانم ها مقابله میکنه و درگیره، یه مطلبی داشتم میخوندم در مورد نقاش های خانم آقا و برام جالب بود که این موضوع حالا در این زمینه خیلی فقط وابسته به ایران نیست و این تبعیض در هنرمندان خانم میشه گفت در دنیا داره دیده میشه و مطلبی که بود زنان سالا توانستن دوشارش مردان در عرصه‌های مختلف بدرخشن و دوران و دوران نادیده گرفته شدن رو پشت سر بگذارن، اما آیا به راستی تبعیض‌ها به کلی از میان رفته؟ دست کم در دنیای هنر و زمانی که صحبت از فروش آثار نقاشی می شود پاسخ منفی، زیرا همچنان آثار هنرمندان مرد به قیمت بیشتری نسبت به هنرمندان زن فروخته میشه. ممکن است دلیل این اتفاق به میزان مهارت آنها در خلق تابلوها مرتبط دانسته شود، ولی آیا این حقیقت دارد؟ شاید در نگاه نخست اینطور به نظر بیاید، چون عنوان گرانترین تابلوی نقاشی که تا کنون فروخته شده است به سالواتور موندی اثر لئوناردو داوینچی تعلق دارد که به قیمت 450 میلیون دلار به فروش رسید. این در حالی است که رکورد گرانترین تابلوی نقاشی یک هنرمند زن به قیمت 44.4 میلیون دلار فروخته شده. اما به نظر گزارش نویس گاردین این قیاس عادلانه نیست، چون در بیشتر تاریخ بشریت زنان اجازه نداشتن همچون مردان در هنر فعالیت کنند. در نتیجه استادان زن قدیم کمتری نسبت به مردان وجود دارد. اما حتی در فهرست هنرمندان زنده جهان نیز با یک اثر هنری 91 میلیون دلاری رکورد را در اختیار دارد. این در حالی است که گرانترین اثر متعلق به یک هنرمند زن زنده فقط 12.5 میلیون دلار است. و این بحثی بود برای من به شخصه بسیار جالب بود که این تبعیضی که در حق زن داره صورت میگیره، حالا تبعیض هنری و هنرمندان در خب قطعاً فقط مختص ایران نیست و جهانیه، ولی میشه گفت که تو ایران ریشهش بسیار عمیق‌تره. میشه در مورد مثلا هنرهایی که اصلا در ایران نشون داده نمیشه، مثلا خوانندگی زنان، چیزی که برنامه تلویزیونی که در حال حاضر در حال پخشه برای صداهای برتر اصلا خوانندگی زنی درش وجود نداره و فقط مردانه، ولی خب میدونیم که خیلی از صداهای زیبایی که تا حالا داشتیم خواننده‌های زن بودن، و یا اینکه رقصندگی که نداریم و خیلی موضوعات دیگه که هنر زنان رو نمیذاره که بالا بکشه، نمیذاره که رشد و نبوغ پیدا کنه و توی یک حبابیه که مونده و در مورد ایران خب به این صورته. خانم جوانبین عزیز بفرمایید.
مرسی. من با صحبت شما موافقم. حالا فکر کنم ته تهش الان خب کلا داریم در مورد تبعیض در زمینه هنر صحبت میکنیم، اما ته تهش من میدونم میرسیم به اون بحث تبعیض جنسیتیه، چون که از هر دری که وارد بشیم این مسئله پیش میاد و این چیزو ما میبینیم. مسئله که هستش، حالا من با صحبت شما که موافقم، این در زمینه موسیقی اگه بخوایم نگاه کنیم، خب تکخانی زن که حرام اعلام شده و حتی وقتی که کنسرتی هم برگزار میشه، این اگه دقت کنید خانم ها از آقایون جدا هستن، یعنی اگر قرار به صورت خیلی جمعی سازی نواخته بشه خانم ها از نظر آقایون جدا هستن، یعنی کاملا یه تفکیک جنسیتی اتفاق افتاده. بعد یه سری چیزها خب به قول شما ممنوعه دیگه، مثل رقصنده خانم یا خواننده خانم. یه چیزی که به صورت خیلی ناواضح شاید بگیم که ممنوع هستش، بحث کاریکاتور هستش. ما به اون درسته که خیلی کاریکاتوریستای حرفه‌ای ما توی ایران داریم، ولی به خاطر اینکه آزادی عمل ندارن که بخوان در مورد خیلی از موضوعات صحبت بکنن، به خصوص موضوعات داخل خود ایران، یا با اسم مستعار مجبورن کار بکنن، یا اینکه مجبورن مهاجرت بکنن و در خارج از کشور کار بکنن، یا اینکه اگر که در ایران هم هستن که به هر حال با یک خط و خطوط و اصول خاصی باید کار بکنن، یعنی در مورد موضوعات خارج از ایران میتونن صحبت بکنن و حالا کاریکاتور طراحی بکنن، اما در مورد مسائل داخل ایران به اون صورت نمیتونن. و اصلا کلا ذات کاریکاتور خب یه نگاه انتقادی داره که اصلا فضا برای فعالیت کاریکاتوریستا متاسفانه فراهم نیست. اینم از اون دست تبعیضهایی هستش که وجود داره. و یه مسئله دیگه هم که حالا دوست دارم اضافه کنم، کارتون هایی که داره تهیه میشه برای کودکان، اونم به نظر من خیلی تبعیض‌آمیزه. یعنی الان دنیا داره به سمتی میره که کارتون هایی که برای کودکان طراحی میشه، ماهیت این داره که دختران قهرمان خودشون باشن، منتظر این نباشن که یه نفر با اسب سفید بیاد دنبالشون و به حال ببرتش و خوشبخت بشه و هر کسی باید مسئولیت زندگی خودش رو گردن بگیره و سرنوشت خودش رو بسازه داره آموزش میده. اما توی ایران کاملا این مسئله نیست، وجود نداره. کارتون ها همه مرد محور، پسر سالار، و ما اصلا این مسئله رو نمیبینیم که یک دختری قهرمان اون کارتون هستش و به حال یه سری فعالیت ها داره میکنه. اصلا ما همچی چیزی رو نمیبینیم و فقط فعالیت و اون آموزشی که برای کارتون ها توی برای کودکان هست در حد این هستش که حالا یه مادری باشه یا یه دختر محجبه هستش که مدرسه میره و میاد، یا بعد از مدرسه میاد تو خونه تو کارا به مادرش کمک میکنه، در این حده. یعنی اصلا کلن با اون چیزی که در سطح جهان داره آموزش داده میشه و نشون داده میشه 180 درجه متاسفانه تفاوت داره. و اینم به نظر من یه تبعیضیه که توی زمینه هنر ما خیلی به وضوح داریم میبینیمش. مرسی، میکروفون در اختیارت. بسیاری ممنون از شما. بفرمایید. درود خدمت همه دوستان، خسته نباشید. ممنون که فرصت به من دادید. منم در واقع دو تا نکته رو می‌خواستم بهش اشاره کنم. اول بگم خدمتتون که با صحبتی که قبل شما کردین و گفتید که در واقع تبعیض در تمام نقاط جهان شکل میگیره، حالا در حوزه هنر چون داریم صحبت می‌کنیم، به نظر منم همینطور هست. اما در مورد ایران، من در واقع نکته اولی که میخواستم بگم در مورد این هستش که چرا مثلا یه فیلمی ساخته میشه، بعدش ارشاد میاد یه سانسور روی اون فیلم میذاره. به طور مثال مثلا آستین هنرپیشه خانوم که کم بالاتر از مثلا مچه دسته یا موهاش رو سرش کم عقب‌تره، میاد یه سانسور روش میذاره، مثلا حالا سایه میزنن یا هر چیزی که خیلی خوبم بلدن این کار انجام میدن، اما به وفور تو فیلماشون تن برهنه آقایون رو نمایش میدن. من کاری به شرع و نمیدونم این چیزا و مذهب و ایناش ندارم، کلا از لحاظ عرف دارم میگم. به نظر من شاید اون یک کم آستین اون خانوم بالا رفتنش انقدر جلب توجه نکنه یا انقدر تو چشم بیننده نیاد تا
مثلا اون آقایی که برهنه، حالا چه تو استخره، چه لباسش جلوی دوربین عوض میکنه، چه زیر دوش آبه. این یه نکته ای هست که همیشه من راجبش فکر میکنم و میگم که چرا اینجوری میکنن. اگر که قرار باشه، حتی به اگه اشتباه نکنه، حالا من سنم قد نمیده به اون موقع، ولی چیزی که شنیدم یا حالا خوندم این که زمانی تلویزیون ایران کشتیگیرای چیزا نشون نمیداد، تلویزیونی رو اعلام کرده بودن که مردا با لباس دو بنده کشتیگیری نباید تلویزیون نشون داده بشن، اما حالا الان مثلا این اتفاق اینجوری داره میفته. یکی این نکته بود برای من مهم بود. یکی دوباره باز همین چیزی مثل این رو، اگر که باز با این که بگم من کاملا مخالف این قضیه هستم که بخواد جلوش گرفته بشه، اما چرا اون چه که در صدا سیما پخش میشه، چه از لحاظ که مجریایی که درش مثلا هستن دارن کار انجام میدن، برنامه اجرا میکنن، و یا حالا کسانی که میان کلا تو صدا سیما به عنوان مهمان یا هر چیزی، چرا اینقدر متفاوتن با برنامه‌هایی که چه از ماهوارهای ایران در واقع، کانالایی که برای ماهواره منتشر میشه، چه برنامه‌ای که توی سینمای خانگی منتشر میشه؟ چرا همه توی مملکت هم، همه توی یه قانون قرار گرفتن؟ چرا هر تفاوت وجود داره؟ چرا من میتونم توی مثلا برنامه سینمای خانگی خانم ایکس هنرپیشه رو ببینم که توی برنامه داره آواز میخونه، اما همون خانوم از لحاظ قانونی نه اجازه داره که واقعا آوازخوانی کنه، نه تو فیلمی که صدا سیما بخواد منتشرش کنه و حالت عمومی داشته باشه؟ این تفاوت ها رو یعنی واقعا نمیتونم من خودم درک کنم و بگم که میگم هرچند که مخالف این هستم که همچین قانونی وجود داشته باشه، اما چرا انقدر دوگانگی وجود داره؟ و در نتیجه صحبت خانم جهانبین دقیقا درست در انتقاد دقیقا به همون بحث تبعیض جنسیتی قائم رسید. مرسی، ممنون از اینکه زمان به من دادید. مرسی شما خانم بیژنگی. دقیقا در مورد بحث آخری که داشتیم، خب تلویزیون، صدا و سیما و این شبکه نمایشخانگی که بهش به وجود اومده، من فکر میکنم دقیقا من هم به این موضوع توجه کردم و فکر میکنم این بیشتر به شکل مخاطب گرایی، من خودم به عنوان یک مخاطب دیدن حالا فیلم یا سریال ایرانی به هیچ عنوان امکان نداره سراغ شبکه‌های صدا سیما برم. اگر هم بخوام فیلمی تماشا کنم یا حالا هرچی، قطعا شبکه نمایشخانگی و فیلمایی که هفته یک بار پخش میشه این بیشتر برام جذابه، دقیقا به خاطر اینکه محتواش یه ذره راحت‌تر، اون سفتی و سختی فیلم‌ها و محتویات صدا و سیما رو نداره. و من فکر میکنم بیشتر یعنی یه چیزی مرتبط با اون بیننده است. شاید بیننده هایی که از شبکه نمایش خانگی به این شکل باشه و صدا و سیما، خب نیازشه که بخواد همچین محتویاتی تولید بکنه. خانم سراجی عزیز بفرمایید. درود، من میخواستم یه نکته در باره تبعیض تو هنر بگم. اصولا تو هنر خیلی افراد هستن که واقعا استعداد خیلی بالایی دارن تو هنر، حالا تو هر حیطه‌ای، نه حالا سینما و نقاشی و هر چیزی ممکنه که استعداد خیلی زیادی داشته باشه، ولی چیزی که داریم همیشه نگاه میکنیم تبعیض هستش که اگر کسی پشت این آدم ساپورت نشه، یه آدمه بزرگی نیاد این آدم رو ساپورت بکنه و این آدم رو جلو بفرسته، هیچ وقت این آدم پیشرفت نمی کنه، دیده نمیشه. به نظر من این تبعیض بین هنر همیشه بوده و توی ایران هنر رو اصولا یا تو تئاتر میبینن یا توی سینما میبینن یا توی فیلم میبینن، ولی واقعا خیلی کم پیش میاد که واقعا هنرمندای دیگه ای تو هیت‌های مختلفی چه دیده بشه، چه بهشون پروبال بهشون داده بشه. چه ما کی دیدیم مثلا درباره که نقاشای خیلی عصر الانیفه داریم و مثلا کسی بهشون پرداخته باشه، کسی شناخته شده باشه. ما همیشه هنرمندا همیشه باید بمیرن و فرداش باید عزیز بشن و شناخته بشن، و این تبعیض همیشه تو کل دنیا بوده و
توی ایران هم همیشه هستش، یعنی یه کسی سلیقش بر ببینی چیه، یه آدم گنده پولداری باشه که بره پشت یه کسی قایم بشه که اون آدم معروف بشه، و خیلی ناراحت کننده از این تبعیض تو هنر همیشه بوده و هستش. من فهم خواستم همین رو بگم. من سیاره بگم از شما جناب کوهن. سپاس از اینکه دوباره میکروفون در اختیار من گذاشتید. اگر که ممکنه من میخواستم با ادامه صحبت خانم بیرجندی رو بدم در مورد اینکه فرمودن گفتن که چرا خب این توی دو تا پلتفرم مختلف، یه پلتفرم دولتی هست که میشه صدا سیما، یه پلتفرم دیگه‌ش هم خب حالا میشه گفت دولتیه، دقیقاً دولتیه، ولی خب وابسته به نهادهای دیگه سپاهی حالا هر جایی که هستش. اون فیلمایی رو که شما فرمودین خانم احمدی پور که بیشتر به اون به اصطلاح دید مخاطب بهتر میاد یا حالا واقعی‌تر هست یا ریالیستیشه، اونو بیشتر نگاه میکنن. من میخوام یه قدم برگردم عقب و یه نگاه کلی‌تری بکنیم به موضوع و اینکه اصلا کلن وظایف حکومت‌های دیکتاتوری اینه که حاشیه ایجاد کنن. حالا حاشیه میتونه از سانسور شدن یه آباژور شروع بشه، از نمیدونم حالا مثل همین که شما میفرمایید یه پلتفرم درست کنن که حالا توش بیان حالا اون زنه موهاشو که رنگ میزنه بیرون باشه که چیزی مشکلی نداشته باشه، ولی خب توی صدا سیما حتما باید مجری ساق دست داشته باشه، یا خیلی از موارد دیگه. این گستردگیش انقدر زیاده که فقط نه توی هنر تبعیض، توی کار، توی محل نمیدونم حالا جایی که میخوان استخدام کنن و و و و، اینقدر این حاشیه ها زیاد هست برای اینه که تمرکز افراد نسبت به اتفاقات جاری توی جامعه پرت بشه. شما خاطرتون باشه هواپیما رو که زدن، بعد اومدن سانشیر زدن، بعد سانشیری که میخواستن چیکنن او رو رنبوندن، یعنی همینجوری یکی پشت دیگری داشت همینجوری میومد. و اینکه این اصل موضوع این بود، حالا میدونم مربوط به تبعیض نبود ولی من میخواستم که از فرصت استفاده کنم صحبت خانم بیرجندی رو تکمیل کنم. مرسی. بسیار عالی، ممنون از شما. بحث رو خانم جمعی نزید بفرمایید. یه گفتم تا قبل از اینکه شروع کنید منم یه کوچولو نظرم رو بگم در مورد صحبت خانم بیرجندی. من موافقم، یعنی واقعیت دیگه فکر کنم همه هم موافقیم با این قضیه که اون محتوایی که توی صدا و سیما داره پخش میشه با اون محتوایی که توی سینما خانگی پخش میشه خیلی متفاوته، با اینکه هر دو فضا یکیه. یعنی اگر که شما با چیزی مشکل دارید و معتقد هستین که این ممنوع هستش یا با عرف و شرع تضاد داره، پس کلا نباید پخش بشه، یا اگر اوکی هست میتونید یه مقداری راحت تر بگیرید، پس توی صدا و سیما باید همینجوری باشه. اما فکر میکنم یکی شاید یکی از نظر من یکی از اصلی ترین دلایلی که این اتفاق میفته این بحث فرافکنی هستش که اتفاق میفته. اصولا مخاطب سینمای خانگی و محتوایی که توی سینمای خانگی تهیه میشه علاوه بر مردم خود ایران، داخل ایران مردم یا حتی ایرانیان خارج از کشور هم هستن و شاید مقداری به خاطر این باشه که نه، اون میزانی که شما دارید میبینید اون همه خفقان وجود نداره، اون همه به هر حال تحکم وجود نداره. اما صدا و سیما خب خیلی وقت مخاطبای خودش رو از دست داده، مخاطب خارجی که کلا فکر نمی‌کنم به اون صورت داشته باشه، مخاطبای داخل ایران هم خیلی وقته که دیگه اعتماد خودشون و علاقه‌شون رو نسبت به صدا و سیما از دست دادن و یه سری مخاطب‌های خاصی وجود داره که صدا و سیما رو هنوز دنبال می‌کنن، کسانی که واقعاً این محتوایی که الان داره تولید میشه رو می‌پسندن. و فکر می‌کنم این تفاوتی که وجود داره بین چیزهایی که ما داریم نگاه می‌کنیم از پلتفرم‌های مختلف علتش این باشه. من حتی یادم یه زمانی سیگار کشیدن خانم‌ها هم توی سینمایی که فیلم سینمایی که تهیه می‌شد قدغن بود و بعد از یه مدتی کم کم به هر حال دیدن که
چطور میتونن مثلا یک زن حالا یه مقدار خلافکار رو نشون بدن، گفتن که خب اشکال نداره سیگار بکشه. یا یه سری نمادهایی که توی فیلم ها وجود داره، کسی که فرض کنید اینا همه واقعا تبعیضه، یعنی وقتی که به عمقش نگاه میکنی تبعیضه. نماد مثلا یه آدم پول داره خلافکار یا آقایی که حتما کت و شلوار پوشیده و کراوات زده، یا فرض کنید که همیشه آب پرتقال دستشه اینا، یا اون کسی که فرض کنید حالا یه آدم خیلی مؤمن و درستکار هستش یه حتما ریش داره. یعنی توی ذهن بیننده اینا رو القا میکنه که اگر خارج از این دیدی پس اون آدم درست نیست، اون آدم یه مشکلی داره. و اینا همه چیزهایی هستن که همونطور که آقای پورمند هم اشاره کردن، واقعا وقتی ریشه یابی میکنی یا نگاه میکنی بهش، واقعا یه هدفی، یه منظوری، یه آمادگی سازی تهش وجود داره. مرسی، میکروفون در اختیارت. شما نظر ما بیشتر شبیه هم بود در مورد این موضوعی که در موردش صحبت کردیم. در ادامه این مطلب دوستان به یک موضوعی برسیم، بپردازیم در مورد ریشه‌یابی هنری، که حالا بحث ما از تبعیض فقط سینما و تلویزیون نیست، ولی این چیزیه که متاسفانه یا خوشبختانه نمیدونم همیشه سینما تلویزیون بازیگری در بخش هنر برای ما در ایران خیلی بیشتر مطرحه. و چیزی که همیشه خیلی در موردش بحث شده، من از خیلی از افرادم شنیدم، نوع هنری که در ایران به وجود اومده. ما یه سری وقتا یه سری آثار میبینیم، اولا که در بخش سینما خیلی شبیه هم شده، یعنی محتوا رو که میبینیم خیلی تفاوت نداره، شاید همونه، حالا به یه شکلی دیگه، فقط بازیگر رو فرق کرده و محتوای خاصی نداره. یعنی اگر که به پیشتر نگاه کنیم، ما همچین چیزایی رو اونجوری نمیتونیم که بخوایم بشینیم و این فیلم رو تماشا کنیم. و همیشه هم من به شخصه هر بار فیلم ها رو دیدم گفتم من دوباره وقتم رو گذاشتم برای یه فیلم ایرانی، چون انقدر که آخر باز مفهوم تموم میشه. ولی میبینیم که این فیلم ها چقدر میفروشه، چقدر بیشه ها پر میشه، حالا یه فیلمی تبلیغاتی که انجام میشه. من فکر میکنم خیلی وقتا به این موضوع راندخاری و این پارتی بازی ها و همچون خانم سراجی گفتن در مورد هزینه هایی که میکنیم، حمایت هایی مالی که میشه، من فکر میکنم انقدر وقتی برای یک فیلم یا حتی در خوانندگی یک موزیکی میشتم واقعا ارزش نداره، میبینی چقدر بولد شده. و از اونجا میاد که میبینی تو انقدر که تبلیغ این فیلم رو دیدی، انقدر این آهنگ و جاهای مختلف روی کلیپ های مختلف دیدی، تو عادت کردی به اون سبک موسیقی یا به اون سبک فیلم. و وقتی هم میای چون گزینه دیگه وجود نداره، خب بیان با کمال میل میری میبینی یا میشنوی. و در این پی متاسفانه افرادی که حمایت مالی ندارن، به قول خودمون پارتی ندارن یا حالا هر چیزی، هنرشون ناشناخته مونده. و این میشه گفت که بخش خیلی مهمیه، اتفاقیه که داره در حق هنر و هنرمند ایرانی میفته، که افرادی که پارتی دارن حمایت مالی میشن، هرچند آثاری بی ارزش یا کم ارزش نسبت به دیگران دارن تولید میکنن، ولی اینقدر حمایت بیننده استقبال میکنه، دنبال میکنه. و فکر میکنم اتفاقی که افتاده دین هنری ما و تقاضایی که داریم باعث شده که عوض بشه، اصلا متوجه این نباشیم داریم چی میبینیم یا وقتمون رو باید داریم برای دیدن چه فیلمی یا برای شنیدن چه موزیکی داریم میذاریم. و از بعد دیگه هم میشه به این رسید که کلن هنر بعد از انقلابی که صورت گرفت، خیلی باز هم مثل جریان‌های دیگه که همیشه با دین و سیاست دینی که داره قاطی میشه، اینجا هم نمود کرده. یعنی حمایت دولت روی افرادی که دولتی هستن و شاید همراه با خودشونن همیشه بیشتر، یعنی مثلا به قول خودمون در مورد مهران مدیری و آثاری که تولید میکرد، میدیدیم که واقعا ضدشون داره تولید میکرد، ولی همیشه شنیدیم که این فقط خودش دولتیه، خودش با ایناست، خودش همراه ایناست، ولی خب داره یه همچین محتوایی هم تولید میکنه. یعنی فکر میکنم در این بحث همراه بودن با خود دولت، با خود این حکومت خیلی کمک میکنه به این که خودتو نشون بدی، خیلی بخوای بالا بکشی خودتو.
و اون کسی هم که اگر هم عقیدشون نباشه بخواد خب کار هنری خودش رو فقط پیش ببره، باعث میشه که در نهایت به هیچ جایی نرسه و اینکه هنرش نادیده گرفته بشه. خانم جندزی بفرمایید. ممنونم خانم احمدی‌پور عزیز. ببینید صحبتی که شما میکنید در واقع میتونم بگم که از زمانی که پای سپاه پاسداران تو حوزه هنر و سینمای ایران در واقع باز شد، شاید بتونیم بگیم که مخصوصا سینمای ایران شکل پروژه‌ای گرفت، یعنی اینا همه به صورت یه پروژه است که اولا گزینه‌ای انتخاب میشن. من حالا نمیدونم شما در فکر کنم سال گذشته بود ما توی یکی از جلسات کمیته هنر موضوع سخنرانیمون در مورد سلبریتی های حکومتی بود. اینکه به صورت گزینه‌ای سری از هنرمندان انتخاب میشن، حالا بنا به هر چیزی که فکرشو بکنید یه محبوبیتی یه مشهوریتی در موقع در بین مردم دارن و روی اینا سرمایه گذاری میکنن و خب اون کسی که انتخاب میشه در واقع میتونیم بگیم توی پروژه این کسایی که این فیلم سینمایی رو سرمایه گذاری روش میکنن، حالا در این صورت میتونیم بهش بگیم یه شانسی در واقع به اون طرف داده شده که هرچند که نیست، اما خب تو جمهوری اسلامی و توی ایران با اون قانون زندگی کردن به هر حال این چیزا رو داره و ممکنه خیلی ها این رو بپذیرن به خاطر حالا مصلحت خودشون و هر چیزی، شاید در ظاهر در واقع یکی باشن اما در باطن شاید نه، و خب این به هر حال این وجود داره، نمیتونیم منکر این بشیم. اما مسئله که من میخواستم دقیقا بهش برسیم این بود که خب خیلی از فیلمایی که شما فرمودین که نه محتوا داره یا حتی خواننده‌ای که گفتین شعرش یا آهنگش محتوایی نداره کاملا درسته، اما این یه پروژه سرمایه گذاریه. یعنی ببینید یه صحبت خانم جوابی فرمودن دقیقا این درسته، یه جایی میان برعکس اون چیزی که واقعیتی که تو ایران هست رو نشون میدن برای جلب توجه، برای سرگرم کردن، برای هر دلیلی که بخوایم روش بذاریم این اتفاق میفته. ما دیدیم مثلا فیلمی میسازن که اولش مثلا یه جوری داره یه فردی رو نشون میده که داره یه کار خلافی انجام میده یا هر چیزی و در انتها داره میرسونه به این که مثلا آدم صالحی شده، خب یه روندی رو مثلا نشون بده. اما یه سری فیلم ها هست که نه، بلکل یه چیز کاملا متفاوته و هر کسی نگاه میکنه میگه این چجوری مجوز گرفته، چجوری اینو ساختن، چجوری این پخش شده. خب وقتی پای خود سپاه وسط باشه دیگه این علامت سواله دیگه نباید برای ما باشه، چون به حال همون اون رانت اون ضابطه است، اون رابطه است یا همون سرمایه گذاری که من اکثرش هم میتونم دقیقا بگم بهتون به خاطر پولشوییه که در سپاه پاسداران انجام میشه، یه بخشش میاد سرمایه گذاری توی هنر میشه، حالا تو هر بخشی که شما فکر کنین از سینما و چیز بگیرید، تئاتر و سینما بگیرید تا گالریش یا موسیقیش یا خوانندگی حتی کنسرت ها. اینه که در واقع من فقط اینجا فقط میتونم در مورد صحبت شما اشاره کنم به حضور همین سازمان یا نهاد توی این بخش که در واقع عرض کردم صحبت قبلیم این دوگانگی رو هم توی این کشور به وجود آورده. مرسی، ممنونم. بسیار ممنون از شما. خانم سراجی عزیز بفرمایید. ممنون دور به من مایکو دادیم. یه چیزی که الان خانم بیرجندی در برش داشتن صحبت میکردن به این نکته من یعنی یادم اومدش که در برش صحبت نکرده بودم، این که الان در حال حاضر ایران هنری در واقع ما عرضه نمیشه، یعنی به صورت این که تو پلتفرمایی ما بخوایم هنر واقعی رو ببینیم در واقع نمیبینیم، ما داریم فقط یه بیزینس رو میبینیم، در واقع تو سینمامون داریم فقط بیزینس رو میبینیم. چند نفر ما تا حالا رفته سینما و فیلم هنر اول دیده باشه؟ یعنی کسایی که نه معروفن نه کارگردان معروفیه، یعنی کسایی که دفعه اولشون دارن فیلم میزنن و میان تو سینما اجرا میکنن. من به شخص خودم من تا حالا چندین دفعه شده بودش تو ایران که بودم
این سینما رفته بودم این فیلم‌ها رو دیده بودم، با اینکه مثلا بعضی موقع برای آدم جذاب نیستش که ببینه سینما یه کاراکتر رو یه بازیگر یا نشناسه و بتونه باش ارتباط بگیره، ولی واقعا چند نفر ماها از اینا از این هنر ما ساپورت کردیم. ما همیشه اون چیزی که برامون لنگ و لعاب بهش دادن، خوشگلش کردن، بازیگره قشنگ گذاشتن، توش سرمایه گذاری کردن دقیقا به صورت بیزینس، همه اونا دیده میشه، در صورتی که نه محتوایی داره نه هنری داره، در صورتی که خیلی از هنرمنده واقعی هستن دارن توی این فیلم ها شرکت میکنن، ولی به خاطر این موضوع پول الان هنرشون رو بیخیال شدن، هیچ هنری ارائه نمیدن و فقط به خاطر پول دارن یه چیزای در واقع قشنگی رو دیگه اجرا نمیکنن. و این دقیقا تو پوزیشن های دیگه هم هستش تو هنرمون. توی ایران چقدر عرف هستش که کسی تئاتر بره یا اینکه بره گالری بره یا خیلی از هنرهای دیگر ساپورت حتی بکنه، حتی به صورت کوچیک. این ساپورت کردن کوچیک هم که شده، مثلا یک کسی گالری میذاره به صورت مجانی، همین که بازدید کننده داشته باشه خودش ساپورت هست، لازم نیست همیشه مالی باشه، ولی خود ما هم از اینا دریغ میکنیم. بخاطر همینه داره جامعه قشنگ این حالت هنر رو هم داره از ایران میگیره، چون میدونه هنر خطرناکه، میتونه هنر خیلی کارساز باشه تو جامعه و داره این کاربردش رو عوض میکنه با این آوردن پول تو این قسمت، داره چیزی که خودش میخواد و به مردم داره عرضه میده، چیزایی که واقعا بی محتوا هستش، ذهن مردم رو نخواد باز بکنه. میگن همیشه قاب تلویزیون میتونه ذهن ماها رو پر بکنه، دقیقا درسته، الان دقیقا چیزی که اونا میخوان داره برای ما اجرا میشه و ما هم قبول کردیم اون چیزی که داره براش هزینه میشه، اما ما قبولش کردیم و خودمون نمیریم دنبال چیزای دیگه. و به نظر من واقعا هنرمون شکلش داره عوض میشه و اگه ازش ساپورت نشه واقعا خیلی افسرده، چون واقعا ما ایران با این قدمتی که داره توی هنر رو خیلی حرف اول میزد از قدیم، ولی الان جامعه جمهوری اسلامی ایران همین هم داره از مردم ایران میگیره. همین، ممنونم از وقتی که بسیار ممنون شما. برای بار دیگه در بحث دیگه بازم رسیدیم بحث مالی، فکر میکنم ریشه یابی ما در نهایت برای هر صحبتی که داشته باشیم به بحث مالی بسیارش میرسه. خانم مهدی عزیز بفرمایید. سلام دارم خدمت همگی، ممنون از شما خانم احمدی پور. من در این رابطه میخواستم یک نکته رو بگم. کلن هدف حکومت این هستش که هنر ما، موسیقی ما، تئاتر ما، همه بخش هنری ما که ریشه در فرهنگ ما داره رو از ما بگیره و چیزای کاذب جایگزینش کنه. خب برای این کار هم همطور که داریم میبینیم، مثلا میان یک موسیقی رو مثال میزنم که الان گفتن این موسیقی شده نقطه عطف موسیقی ایرانی، همین از آقای زانکو، نمیدونم شنیدید یا نه، ولی این رو الان کردن نطفه عطف موسیقی ایران. چرا باید این حرف زده بشه؟ چرا باید در جشنواره این اصلا گفته بشه؟ اینا اومدن یه سری چیزها رو جایگزین کردن از طریق سایبری های حکومتی، حتی این آهنگ رو انقدر توی اینستاگرام و مدیاها پخش کردن که این مردم برن سراغشون و هی تو گوششون عادت کنه. همین اتفاق داره برای سینمای خانگی ما میفته که یه سری فیلمای خانگی میسازن، اونا رو تو صدا و سیما نمیذارن، میان تو بخش خانگی میذارن که مردم هزینه کنن و اینا از این هزینه استفاده کنن. وقتی که مردم استقبال میکنن 100% خب براشون سود داره و میان این رو جایگزین خود صدا و سیمایی که برای عموم پخش میشه میکنن. متاسفانه به این صورت بود. من گفتم به این نکته اشاره کنم که این سایبری های حکومتی چقدر میتونن دست داشته باشن توی این مسائل جایگزین کردن چیزای کاذب از چیزای اصل. خیلی ممنون که این وقت رو به من دادید. خیلی ممنون از شما. بفرمایید. مرسی. من اول دوست داشتم در مورد صحبت خانم سراجی بگم. خیلی نکته هم درستی بود هم ظریفی بود.
واقعیتش همینه، همین البته دوستان دیگه هم گفتن همین مسیری هستش که به ذهن ماها داده میشه، که یعنی سلیقه‌مون رو دستکاری میکنن، اینکه چه موسیقی گوش بدین، چه فیلمی نگاه بکنین، طرفدار چه هنری باشین. و واقعا هم همینه، یعنی حالا من خودم شخصا اگر بخوام فیلمی رو نگاه بکنم، اول به این نگاه میکنم که کارگردانش کیه، بازیگراش کی هستن، چه پیشینه ای دارن، اگر که توی جامعه بین‌المللی شرکت کرده آیا موفق بوده یا نبوده. واقعا خیلی کم پیش میاد که ما خودمون بریم سراغ یه فیلمی که یا یه تئاتری یا یه صدای یه خواننده‌ای که هنوز کشف نشده و صحبت در موردش نشده، مگر اینکه کسی شنیده باشه و به ما بگه، یا مگر اینکه کسی یه فیلم گمنامی رو به قول خودمون دیده باشه و پیشنهاد بکنه. وگرنه به صورت عادی کاملا موافقم با صحبت شما، خودمون اتوماتیک دنبال یه همچین چیزی نمیریم. یه چیز دیگه که هستش این که ما متاسفانه توی ایران به خاطر اون فضایی که حاکم هستش، مثلا یه سه چیزا رو نداریم، مثل تئاتر خیابانی ما نداریم یا موسیقی زنده خیابانی ما نداریم، که جوونا به خصوص دانشجوها که ما میبینیم توی کشورهای پیشرفته تر یکی از راه‌های درآمدشونه که کنار خیابون وایسن، به هر حال گیتاری بزنن، آهنگی بخونن، یه تئاتر خیلی جمع و جور خیابانی اجرا بکنن و از مردم بتونن درآمدی داشته باشن. ما یه همچین چیزی رو نمیبینیم، که به هر حال یکی از پایه‌های اصلی این قضیه این هستش که نیازمند به یک هنرمند خانم هست، که فضای ایران متاسفانه این اجازه رو نمیده. و یه مورد دیگه هم که دوست داشتم به صحبت دوستان اضافه کنم، متاسفانه خب ما میدونیم تمام این مسائل ریشه‌ای دیگه، یعنی اگه بخوایم از ریشه نگاه بکنیم، اول خانواده است، که خانواده ای که خودش آموزش ندیده پس نمیتونه به بچه هم آموزش بده. پله بعدی میرسیم به مدارس، که متاسفانه تو مدارس هم این مسائل وجود نداره، یعنی توجه به هنر خیلی کم رنگه. ما حتی آموزش موسیقی و ساز هم توی مدارس نداریم، چیزی که ما میبینیم که توی کشورهای پیشرفته از مدارس، از همون پایه توی مدرسه یا حتی توی مهد کودک، به هر حال این آشنایی با موسیقی برای کودکان و نوجوانان فراهمه، چیزی که اصلا میگم تو ایران ما نداریم. و اگر یک نفر حالا خیلی خودجوش باشه، خیلی خانواده روشنفکر هم داشته باشه، بره دنبال علاقش و توی دانشگاه بخواد یک شاخه هنری رو انتخاب بکنه، باز هم میرسیم به این مسئله ای که از طرف استادش محدود میشه. اگر نویسنده است، اگر طراحه، اگر شاعره، باز هم محدود میشه، باز هم اون استاد دانشگاه خط فکری خودش رو پیاده میکنه که اینجوری داستان ننویس، این شعر رو مثلا نگو، اگر طراحی داری انجام میدی این کار رو نکن. و به قول بچه ها میشه همون سیستماتیک کردن سلیقه ها، یعنی همه این یه ماشین خروجی یکیه، یعنی ورودیه شاید متفاوت بوده باشه، آدم ها با سلیقه های مختلف، با استعدادهای مختلف، اما متاسفانه توی این سیستم که وارد میشن به هر حال به خاطر اون شرایطی که وجود داره خروجیه تقریبا میشه گفت 70-80% یکیه. و اون کسایی هم که خیلی مقاومت کردن در برابر این سیستماتیک شدن هنرشون، به خاطر اینکه نمیتونن توی شرایط تحمل بکنن و هنرشون رو نشون بدن، اکثرا مهاجرت میکنن. مرسی، میکروفون در اختیارتون. خیلی عالی، ممنون از شما. پیرو بحثی که داشتیم در مورد هنری که چه از فیلم چه از موزیکی که پخش شده نشده شده بولد شده، من فکر میکنم به اینجا میرسیم، مجوز فیلم یا هر چیزی که بوده، اگر مجوزی گرفته، خب این چیزایی که ما داریم میبینیم به صورت رسمی داره پخش میشه که محتویاتش هم خب ما میگیم قبول نداریم، مجوز گرفته، ولی بسیاری از فیلم ها هست، موزیک ها هست، کتاب ها هست، خیلی از چیزها هست که اصلا مجوزی نگرفته، شاید از نظر هنری، از نظر ارزشی، از ارزش بسیار بالایی برخوردار باشه نسبت به اون چیزی که مجوز گرفته و داریم میبینیم یا میشنویم، ولی اون چیزی که شاید خیلی دلچسب در ما باشه مجوز نگرفته. حالا به اینجا برسیم که اصلا چرا مجوز نمیگیره؟ آیا در خیلی از موارد به اون فرد بستگی داره، اگر خواننده باشه یا بازیگر باشه، اگر کتاب باشه به محتوای کتاب بستگی داره. و متاسفانه هنر بعد از جمهوری اسلامی خیلی برای خودشون اون مدلی که خودشون دوست داشتن ازش ساخته شده و دارن به بیننده اونو القا میکنن یا به شنونده،
من بسیار شده که توی یوتیوب بوده یه خواننده بوده یه اسم اصلا نمیشناختم، وقتی شنیدم دیدم چه صدای قشنگی داره، چه موزیک قشنگی، ولی اون فرد اصلا شناخته نیست، چون مجوز نگرفته، چون شناخته نشده، حالا برای خودش یه موزیکی ضبط کرده گذاشته توی یوتیوبم، ولی واقعا همون فردی که شناخته نشده، مجوز گرفته نشده، برای من شنونده صداش و اون موزیک محتواش خیلی دلچسب‌تر بوده تا اون چیزی که به قول شما بوم بوم کنه. کاملا بدون محتوا به اون میزان شناخته شد و شنیده شد، داریم میگیم محتوای خوبی نداره، برای ما بی‌معنیه، ولی ازش استقبال شده و این متاسفانه میشه گفت همون بحث حمایتی که میکنه، مجوزهایی که میده، اجازه پخشهایی که میده. و این برای خود من سواله، آیا در همه بخشها همون موضوع پیرو خودشون بودن، هم هدف و همراه بودن با خودشونه، حکومتی بودنشونه، یا نه میتونه دلیل دیگه ای داشته باشه؟ این موضوعی که محتوای بی‌معنی داره هر روز بیشتر میشه، پخش بیشتری پیدا میکنه، ولی اون چیزی که واقعا ارزش داره اصلا مجوزی و اجازه پخشی گرفته نمیشه براش. مرسی. من فکر کنم به این مسئله میرسیم که در واقع در پاسخ سوال شما، اینکه هنر برای هنر هستش یا هنر برای مردم هستش. یعنی هنر اگه برای ذات خود هنره که اصلا فارغ از این بحث درآمد مالی و به هر حال رشد مالیش میشه، اما اگر که واقعا برای مردم و بازار و تجارت که قطعا ناخودآگاه به اون سمت میره که شما یه سری امتیازا میدی و یه سری امتیازا میگیری، و حالا درسته که ما به خاطر اینکه ایرانی هستیم و شرایط ایران رو نگاه میکنیم و به حال انتقاداتی داریم، اما میدونم که این مسئله فقط مختص ایران نیست و یه مسئله جهانیه. یعنی ما خیلی از حالا هنرمندانمون چه بازیگر باشن، چه نقاش باشن، چه شاعر باشن، خیلی در سراسر دنیا همین مسئله هست که یک سری ها معروف میشن به خاطر اون شرایط حمایتی که دوستان اشاره کردن، ولی یه سری ها میبینیم که واقعا معروفیت خاصی ندارن اما خب هنر بسیار غنی دارن. و این به نظر من بحث تجارت و بیزنسه و این برمیگرده به انتخاب خود هنرمند که کدوم مسیر رو انتخاب بکنه. واقعا ما هنرمندانی داشتیم که شاید بگیم در کمتر از یک سال به موفقیت رسیدن و در کمتر از مثلا همون یک سال دوباره محو شدن به خاطر اینکه از یه جایی به بعد دیگه حاضر نشدن به اون کسانی که کمک کردن تا اون هنرمند به رشد برسه، دیگه حاضر نشدن بهش امتیاز بدن. اما هنرمندانی هم داشتیم که واقعا کم کم خودشون رو رشد دادن و به قول معروف باج ندادن و تونستن جاشون رو تو دل مردم کم کم باز بکنن، اما لااقل موندگار شدن. من فکر میکنم این برمیگرده در رده اول به انتخاب خود هنرمند که کدوم مسیر رو انتخاب بکنه. مرسی. ممنون از شما خانم جوانبین عزیز. بله شما هم حق با شماست، شما هم درست فهمیدید و دوستان صحبتی هست اگر هست که در خدمتون هستم، اگر نیست که من صحبتی رو ندارم. خانم جمعیزیز بفرمایید. مرسی. ببخشید من امروز یه چند بار دستم رو بالا کردم، بحثش به هر حال خیلی پررنگ و قابل حسه. من میخواستم فقط در مورد نویسنده ها صحبت بکنن، تبعیضی که علیه نویسنده ها و کلن بخش انتشارات و چاپ داره اتفاق میفته توی ایران. میخوام در موردش توی ایران میخوام صحبت بکنم. متاسفانه باز هم به خاطر فضایی که وجود داره نویسنده های ما آزادی بیان ندارن، آزادی قلم ندارن و در مورد خیلی از مسائل نمیتونن صحبت بکنن، چون اگر که صحبت بکنن به هر حال براشون تبعات سنگینی داره. در مورد خیلی از مسائل مثل مسائل دینی، مسائل سیاسی، مسائل به هر حال اگر نگاه انتقادی باشه، در مورد بعضی از مسائل حتی تاریخی، در مورد مسائلی که
در تضاد باشه با یه سری آیتم هایی که میدونیم برای دولت مهم هستش، متاسفانه آزادی عمل ندارن و حق مثلا فرض کنید انتشار کتابشون رو نمیتونن بگیرن، یا به هر حال با سانسور مواجه میشن، مجبور میشن خیلی از اون متنی رو که نوشتن، زحمتی که کشیدن کم بکنن، حذف بکنن، خود سانسوری بکنن به خاطر اینکه سانسور نشن، و در نهایت اون چیزی که در اختیار مردم قرار میگیره اولش اون چیزی نیست که حتی خودشون حاضر بشن. بعضی وقتا اینجوری هستش که خودشون هم حتی حاضر نمیشن اون مطلب رو بخونن به خاطر اون میزان از سانسوری که اتفاق افتاده، و در عمل هم این میشه که مردم با واقعیت آشنا نمیشن، یعنی با دیدگاه های مختلف، با مسائل مختلف آشنا نمیشن، همه با یک سبک و با یک جور تفکر فقط آشنا میشن، با تفکرات مختلف آشنا نمیشن که از بین اون بخوان خودشون فکر بکنن و انتخاب بکنن. این هم به عنوان به هر حال یه مورد دیگه در مورد در بخش تبعیض هنر دوست داشتم اضافه کنم. ممنون که زمان رو چندین بار در اختیار من قرار دادید. مرسی، میکروفون در اختیارتون. بسیاری ممنون. چون دقیقا به این بچه هم توضیح کوتاهی داشتم، مجوزهایی که داده میشه در همه بخش هنر، از موزیک، از فیلم، از کتاب، و این هم بخش قابل توجه. بفرمایید خانم بیژنی. ممنونم خانم احمدی پور. من در واقع این صحبت هم گذاشتم در انتهای جلسه، البته خیلی بی ربط نیست به موضوع بحث آزادمون، اما خواستم فقط این حسم رو با شما به اشتراک بذارم. فهم کنم یه تقریبا یک ماه و نیم دو ماه پیش یه برنامه‌ای منتشر شده بود که در واقع در مورد اسمش The Voice بود، خواننده های ایرانی رو به عنوان تالنت در واقع اونجا می اومدن برنامه اجرا میکردن و انتخاب میشدن. من خیلی اونجا افسوس خوردم، حالا دلیل مهاجرتشون رو واقعا کاری ندارم که مطمئنم بی ربط به این مسئله نبوده که در ایران نمیتونستن فعالیت داشته باشن، اما اونجا بسیار افسوس خوردم که اینقدر هنرمندان عالی با صداهای خوب، با در واقع فن خوانندگی خیلی خوب بالا، توی کشور خود ما یه همچین تالنتی برگزار نشد، براشون انتخاب نشدن. بیشتر در واقع اشاره من به حضور بانوان توی این در واقع برنامه هست، چون تو ایران خب به حال برنامه‌ای به این صورت انجام میشه اما هیچ وقت خانم‌ها درش حضور ندارن، و اونجا بود که واقعا قلبم به درد اومد و گفتم ای کاش میشد که یه همچین برنامه‌ای با حضور دختر جوان، خانم‌های جوان، آقایون و همه در کنار همین برنامه اجرا بشه و از ما بین اینا در واقع اون کسی که بهترین هست انتخاب بشه. مرسی، ممنون زمان دادید به من، مایک رو آماده می‌کنم. ممنون از شما خانم جوانی عزیز. دقیقا باز هم به موضوع رشد هنر میرسیم که چه چیزی داره حمایت میشه، و دقیقا خواننده هایی که داریم میبینیم توی همچین در میشه گفت به میزانی که جمعیت داریم در یک همچین پلتفرم، در یک همچین برنامه کوچیکی با این تعداد تونستیم انقدر خواننده ببینیم که چه صداهایی دارن، چه استعدادهایی دارن، و حساب کنیم که اون افرادی که با اون چندین میلیون نفر در ایران هستن میتونن اگر که به فضا براشون ایجاد بشه میتونن چقدر پیشرفت کنن، و چه برای خودشون چه برای ما که بیننده و شنونده هستیم میتونست خیلی زیباتر و لذت بخشتر بشه. ممنون از شما دوستان. صحبتی هست، توضیحی، ادامه بحث اگر که هست در خدمتون هستیم و ادامه موضوع. بسیار عالی. اگر که صحبتی نیست یک جنبندی داشته باشیم. بحث امروز ما تبعیض در هنر بود و تبعیض در هنر میشد در بخشای مالی، قانونی، جنسیتی، ایدئولوژیکی، عرفی، و در بسیاری از موارد بررسی کردیم و بسیار من به شخص لذت بردم از همصحبتی و تبادل نظری که داشتیم. ممنون از شما.
میتونیم جلسه رو به پایان برسونیم. بار دیگه تشکر میکنم از سرکار خانم دستاندرکاران جلسه، سرکار خانم مرجان شعبان نژاد، سرکار خانم روژین سراجی، سرکار خانم مهین ایدر، مسئول جلسه سرکار خانم مرضیه مهدیه، مسئولین ضبط و تدوین صدا جناب آقای سعید بورمن و پویا حسابی، ادمین ها مرجان شعبان نژاد و روزا جهانبین. من همون احمدی پور مسئول جلسه در خدمتتون بودم. جلسه کمیته کودک و نوجوان رو در ساعت 25 دقیقه به پایان میرسونیم. ممنون از شما همکاران عزیز و دوستانی که ما را به صورت لایو دنبال کردن. ممنون از شما. خدا نگهدار.